سلام به همه، شبتون بخیر. با اولین شب پرونده جنایتی بیدقت در خدمتتون هستیم. امشب قراره که با آقای شهرام مکری و خانم نسیم احمدپور گفتگویی داشته باشیم درباره فیلم جنایت بیدقت. من منتظرم که به همون اضافه بشن و گفتگومون رو آغاز کنیم. حالا قبل از اینکه نشست شروع شه، من بگم که میتونید در طول جلسه هم سوالهاتون رو برای ما بفرستین و همکاران من در حقیقت سوالها رو برای من میفرستن و در حقیقت در پایانش که جلسه پرسش و پاسخه، ما سعی میکنیم سوالها رو پوشش بدیم. و اینکه حالا من سعی میکنم که آقای مکری هم اومدن. من الان باید اینوایتش آقای مکری، من شما رو اینوایت کردم. من فکر میکنم باید اکسپت کنید. خب سلام. سلام، شبتون بخیر. بزنیم ما دو تایی چه جوری جاش. سلام سلام جانه. خب فکر کنم ما یکم میزمون رو اگر این دورتر دارست توی اینجا بشین هستی. من الان میام یه دقیقه به احانس. اگه لازمه میتونیم کارت رو عمودی کنیم. حالا ببین الان اینطوری شدیم. خوب الان صورت خانم احمدپور نسبه است متاسفانه. من به نفع ایشون صورت الان باز خیلی بهتره و باز اگه چیزه میتونیم کار رو عمودی کنی. میخوای امتحان کنی؟ میخوای امتحان کنی؟ نه فرقم کچه کادوش مربعه، البته شاید یه خورده بهتر شد. یکم بهتره، بذارید منم عمودی کنم. خب یه لحظه به من اجازه بدیم که خب صدا هم که مشکل نداره درسته؟ ما صدای شما رو خوب داریم. خب بسیار ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتین و واقعا باعث افتخار ماست که امشب رو یه گفتگوی سه نفره داشته باشیم و حالا در حقیقت فکر میکنم از معدود بارهاییه که هر دوی شما در واقع مخاطب این نشست هستیم. درست میگم؟ آره ما راستش لایف که فکر میکنم اصلا تاله با هم نداشتیم. برمی لایف تاله با هم نداشتیم دو نفری و این که ولی گفتگوهایی دو نفری قبلا انجام دادیم با مثلا مجلی نگار یا با کای دوفی یا قاید فمینیست و یا با یه جایی توی گفتگوی دو نفره انجام دادیم. بسیار عالی. خب خیلی خوشحالم که این لایو امشب داره اتفاق میفته.
همونطور که حالا توی پستی هم که منتشر کردیم توضیح دادیم و قبلا با خودتون هم بچه ها هماهنگ کردن، ما امشب قرار بیشتر درباره مسائل فرمی و تکنیکی و خود سینمای شهرام مکی و نسیم احمدپور صحبت کنیم، فارغ از همه مسائل در واقع حالا لزوما محتوایی یا بعضا حاشیه‌ای که درباره فیلم شما وجود داره. اول نکته ای که درباره سینمای شما به ذهن میرسه فرم دایره‌ایه و حالا از ماهی گربه گرفته تا در حقیقت هجوم تا این فیلم آخر، ما این فرم رو دائما دیدیم و حالا تو فیلم های کوتاه قبلی هم مشاهده کردیم. سوال اول این که حالا خیلی در واقع درباره جهان بینی شما میخوام سوال بپرسم که چرا روایت های شما همیشه به فرم دایره ای میل میکنه، یعنی چرا جهان رو به این شکل تلاش میکنید که به نمایش بذارید؟ ببین راستش خیلی سوال سختیه برام از این بابت که دارم فکر میکنم بیشتر منظور اینه که چرا از بین شکل‌های مختلف شکل دایره مثلا چرا شکل‌های دیگه نه. ببین شاید از اینجا شروع بکنم که دایره برام یک تعریف و امان داره، یعنی من اینطوری بذاریم بگم توی فیلمایی که کار میکنم سعی میکنم همیشه فرار کنم از اینکه حول یک محور خاص تعریف کنم فیلم رو، یعنی هر تعریفی که براش وجود داشته باشه بتونم در این حال از اون تعریف گریزان باشم. اگر بخوام به دایره به عنوان یه شکل نگاه کنم برام یه چنین چیزی رو توی خودش داره، شاید از بینش اشکال مختلف هندسی شاید اونیه که انگار یه تعریف داره ولی در این حال متفاوت اون تعریف از یعنی از اجزا و زوایا و چیزهایی از این دست رو شاید متفاوت ترین شکل در بین همه شکل‌های هندسی برام شکل دایره باشه، به خاطر اینکه انگار دائم میخواد خودش رو از تعریف رها کنه ولی در این حال خودشو در یه قاعده و چارچوب قرار میده، یعنی یه تعریف هم در دل خودش داره. اینو باید اعتراف کنم که الان دارم فکر میکنم راجع بهش، یعنی اینطوری نیست که بخوام بهت بگم یه تعریف از پیش آماده شده ای براش دارم و بر اساس اون تعریف از پیش آماده شده دارم اینا رو میگم. من فکر میکنم که چیش میتونه برام جالب باشه به عنوان یه شکل، به عنوان یه مدل. البته که مدل در این مسیر استخراج میشه، در این مسیر فکری آدم بهش میتونه برسه و فکر کنه این مدل الان این شکل راحت تری داشته، نزدیک تره به اون چیزی که دارم فکر میکنم، به اون چیزی که راجع به مفهوم زمان دارم فکر میکنم، به اون چیزی که دارم درباره مثلا قراردادهای اجرا، میزانسن، صحنه، به چیزهای از این دست همزمان وقتی دارم فکر میکنم، فکر میکنم دایره به هر حال نزدیک تر از همه اونا به ذهنم میرسه. میدونم تو هم تو تئاتراتون کار کردیم خیلی روی این شکل کار کردیم، یعنی روی این موده یک کار مشترکی با اسقر دشتی اینو انجام دادیم. شاید قبل از اینکه بگم خدا دایره در واقع مسئله مون کنم خوشبخته ببینید دایره خود کاری که من قبل از کاری که باشه انجام دادم توی اون کارات صداتون یه ذره ضعیفه خانم احمد پور. آها صدای شهرام ولی خوب بود، صدای من ضعیف بود. الان کلا خوب شد. الان نمیدونم. الان خوب شد، خوب بلندتر بود. توی کارهایی که با گروه تاج دومپی شد من انجام دادم، قبل‌تر از کاری که با شهرام مکی انجام دادم، دایره یکی از اصلی‌ترین ایده‌های تئاتر هم بوده. ولی فارغ از اون به نظرم می‌خوام توضیح درباره خود دایره به تنهایی مجرد بدم. همین که شهرام داشت حرف میزد فکر کردم که اگر فکر کنیم که دایره یه شکل منتج از یه خط صافه، خیلی به نظرم یعنی یکی از اون انواع شکل یه خط صافه وقتی بهش میرسی
شاید یکی از عجیبترین و جالبترین و متنوعترین موقعیت ها رو به ناظر میده. منظورم چیه؟ منظورم اینه که بکنم دایره تنها شکل هندسیه که تو هر جا وایسی تو محیطه فرقی نمی کنه تا یه جای دیگرش. منظورم اینه که تو هر نقطهی وایسی توی فاصله معینی از این مرکزه و میتونه شروع و پایان در لحظه قلم داد بشه و دقیقاً یه وضعیت توامانی به وجود میاره، هم شروعی هم پایانی، و این موقعیت جادویی میتونه ایجاد کنه در موقعیت یک ناظر. و بدون اینکه البته اینایی که داریم الان داریم دربارش حرف میزنیم طبیعتاً همه میدونیم که اینا احتمالاً آگاهانه به این مفهوم نیست. وقتی از آدم پرسش میشه آدم خودش رو به وضعیت آگاهانه قرار میده دربارش حرف میزنه. در تئاتر من هم دایره وجود داره. یادم وقتی ماهی غربه رو کار میکردم برام فارغ از خود ماهی غربه نه محدوده دایره رو کار میکردم برام فارغ از خود فیلم یه چیزی که وجود داشت اتفاق بود که روی تایملاین میافتاد، روی تایملاین ادیت میافتاد. محدودی دایره یه تفاوتی با ماهی و گربه داره، اونم اینه که اون شکل دایره رو شما توی خود مدل میبینین، در حالی که توی ماهی و گربه یه مقدمه، یه مؤخره و سه تا دایره وجود داره. اون مقدمه و مؤخره در بیرون جهان فیلم تشکیلی دایره رو میدن، ولی توی محدودی دایره اینطوری نیست، خود دایره رو توی فیلم شما میتونید ببینید. بعد تیتراژ اول و آخر محدوده دایره رو من نیمه کار کرده بودم، یعنی نیمی از تیتراژ اول فیلم بود و نیمی دیگه آخر فیلم. اینطوری بود که وقتی فیلم شروع میشد با تیتراژ رول پایان شروع میشد. روی تایملاین وقتی به فیلم نگاه میکردم همیشه با خودم این تصور رو داشتم که اگر من تایملاین اینجوری خم کنم بچسبونم به هم دیگه، یه دایره میشه فیلم که از هر جایی همینطور که نسیم داره میگه یه جور مثلا تساوی دیدن به وجود میاد، یعنی از هر جایی تو میتونی به فیلم وارد شی، دایره دور کاملی تو بزنی و دوره برسی به همون نقطه‌ای که توش بودی. آره من موافقم که یه ایده جالبی توش وجود داره و اون ایده همین غیبی تعریف بودنش، در این حال ملزم به یه تعریف بودنه، چیز شبیه به فیلم. من مثلا زمانی که نقدایی که روی هجوم یا بعضن ماهی و گربه نوشته میشد میخوندم، که حالا این نقدها بعدن دیدم که توی جنایت بی‌دقت هم خیلی دربارش داره بحث میشه، مسئله باز تولید خشونته، یعنی اینکه حالا یک دایره‌ای داره اتفاق میفته و داره توی این فرم، توی این فرم بازگشتی، یک خشونتی که اتفاق افتاده رو به انهای مختلف به نمایش میذاره. این در واقع انتخاب خشونت به عنوان یک مسئله که توی فیلم های مختلف شما تکرار شده، آیا قراره که یک نگاه ایدئولوژیکی رو به ما بده، یعنی یک پیامی در پی خودش داره؟ من این در واقع جواب میدم به این سوال که نمیدونم یا قرار پیام ایدئولوژیکی داشته باشه یا نه، ولی به اینو جواب میدم که چه اتفاقی میفته وقتی ایده ای مثل خشونت رو تو در یک فرم دایره ای مکررش میکنی، به تکرار میرسونی. ما یادم میاد که مشخصا سر فیلم هجوم یه ویدئویی دیده بودیم، اگر توی پل یه آدمی رو مورد ضرب و شتم قرار میگرفت و آدم ها داشتن این رو نگاه میکردن و همه داشتن فیلم میگرفتن از این و این فیلم هی دارن پخش میشه و خیلی یادم اون مقطع زمانی برامون دیدن این فیلم اینجوری بود که چقدر عجیبه که آدم هایی سادن این صحنه رو نگاه میکنن، همه دارن ازش فیلم میگیرن و این هی داره مکرر میشه اینجا. شاید یکی از اولین بارایی که اون ایده هجوم، یعنی در واقع برای ما شکل گرفت چطوری اون در واقع خشونت رو مکرر کنیم اینجاها بوده. وقتی که توی ایده مثل کشتن و توی فرم دایره‌ای تعریفش میکنی، در واقع دو تا کار رو داری تو امان انجام میدی. یک بار داری اون رو نشونش میدی و با نشون دادنش احتمالا داری اشاره به کراهتش هم میکنی دیگه، چون طبیعتاً چیز قشنگی نیست، چیز جالبی نیست، و در این حال وقتی مکررن نشونش میدی داری زیادش هم میکنی. یعنی توی ایده معکوس داری
در آن واحد، یعنی در آن واحد ای داری میگی این چقدر بده و هر بار که میگی چقدر بده داری تکرارش میکنی همون چیز بده، یعنی هم زیادش میکنی هم علیهشی، هم به نفعشی هم علیهشی. و به نظرمون رسید که در واقع فیلم در این بار است، فیلم در این بار است که تو هر بار که تلاش میکنی با بازنمایش خشونت، چه برای کاراکتر اصلی چه برای ما به عنوان مؤلفانش، با بازنمای خشونت هر بار که داری سعی میکنی حالا مانعش بشی، این بار مانع از این بشی که بکشی، یا اینکه نه بگی چقدر بده این کشتن، یا هر کاری که باهاش کنی، در واقع داری به ازدیادش کمک میکنی و تاکیدش میکنی. خیلی اگر بخوام خالص براتون بگم یه همچین دیده ای به این دلیل. یه نکته هم من میخوام راجع به اون بحث ایدئولوژی حرف بزنم، یعنی یک مدلی از معانی که در لایه‌های مختلف فیلم ممکنه وجود داشته باشه، ساختن معانی به مفهوم ایدئولوژیک هست، یعنی معانی ایدئولوژیک. حالا توی شکل‌های مختلف ازش حرف زده میشه، حتی گاهی اوقات به عنوان محتوای ایدئولوژیک هم ازش صحبت میشه، ولی اون محتوای ایدئولوژیک حالا توی بحث‌های تئوریکی که الان موضوع این لایو ما نیست، یه رابطه است بین فرم فیلم و اون چیزی که بهش میگیم محتوای واضح، محتوای روشن. اون این دوتا با همدیگه ایده، یعنی فرم و محتوای واضح، یه چیزی رو میسازن، چیزهای مختلف را زیر مجموعه مختلفی رو میسازن. یکی از اون زیر مجموعه رو بهش میگیم محتوای ایدئولوژیک، ایدئولوژیکال کانتنت، یه چیزی تایتلی براش در نظر. محتوای ایدئولوژیک موقعی شکل میگیره که ما داریم فیلم رو با چیزی بیرون از خودش مقایسه میکنیم، یعنی با مثلا جامعه، مثلا با چی، با بخشی از فرض کن ایده هایی که مربوط به فلسفه میشه، چیزهای مربوط به محیط میشه، چیزهای از این دست. یعنی ما اینجا میتونیم بگیم که یه محتوای ایدئولوژیک داره ساخته میشه، یه محتوای ایدئولوژیک به وجود میاد. خب میخوام بگم که صرفا ایده چیز نیست، ایده مربوط این توی خود فیلم ممکنه تولید نشه، بلکه نتیجه حضور فیلم توی یه بستری باشه. موقعی که تو فیلم رو توی بستری بررسی میکنی میتونی فکر کنی که آیا داریم راجع به ایدئولوژی صحبت میکنیم یا نه، چیزی از این دست حرف میزنیم. ما یادم یه بار راجع به ایده دیگه هم با هم دیگه صحبت میکردیم، راجع به جنایت. یعنی اگر فرض کنیم خشونت رو من توی سوال شما جایگزین کنم با جنایت، بخوام بگم که فیلم های ما در مورد جنایته و آیا این جنایت چه ویژگی داره، یعنی اون بحثی که اسمش رو بذاریم مدل جنایت چه ویژگی داره، که ما مثلا در مورد چیز راجبش حرف زدیم، در مورد همین فیلم خودمون جنایتی بی دقت هم راجبش حرف زدیم. میدونید میخوام راجب این حرف زنم که ما چطوری ممکنه بتونیم شکل استخراج بکنیم، یعنی این به ما چه امکانی برای استخراج کردن شکل میده، ساختن چه تفاوتی میتونه بکنه ایدئال جنایی. حالا نمیدونم اگه دوست داشته باشیم میتونیم راجب این حرف زنیم که اگر من میخوام جایگزین بکنم خشونت رو، و به هر حال میخوام از این حرف بزنم که وقتی که شما فیلم رو راجع به خشونت میخوای حرف بزنی، احتمالا دارید اون رو توی یه بستری میسنجی، مثلا میگی در جامعه ایران، مثلا میگی که با توجه به تاریخ ما، با توجه به محیط اجتماعی ما، اینجوریه که فیلم رو میسنجی و اون ایده خشونت رو از توش میتونی در بیاری. من میخوام یه چیزی رو اضافه کنم به این اشاره کردی، یادم افتاد که سالها پیش من یه تئاتری کار کردم با یه گروه یه تولید مشترک. موضوع کار ما در مورد کار کردن به قهرمان بود و صداتون مجددن پایین بالا. موضوع کار ما به دلیل اون تئاتر ما داشتیم دنبال، من نیاز داشتم که دنبال یه قتلی در تاریخ سوئیس بگردم. در تاریخ خودمون مکرر پیدا کردم، انقدر زیاد که من اول مجبور شدم مثلا داشتم میگشتم لند، بعد اومدم کردم 100 سال اخیر، 40 سال اخیر، همینطور شما فکر کنید قتل در حوزه سیاسی، قتل سیاسی، بله.
و داشتم و هی مجبور شدم این بازه زمانی رو کوتاه کنم، چون انقدر زیاد بود، انقدر انبوه بود که مثلا نمیشد دست به انتخاب بزنی. از اونها خواستم که برای من یک قتل سیاسی نمونه بیارن، به دلیل اینکه توی اون ساختمانی که داشتم تئاتر رو شکل میدادم نیاز داشتم. اون آدم ها رفتن برگشتن گفتن ما نداشتیم. بعد گفتم خب آقا هر قتلی، گفتن ما نداشتیم اصلا، چنین چیزی ما نداشتیم هرگز اینطوری. و یعنی در تاریخ سیاسی شون نمیتونستن یه قتل پیدا کنن، چیزی که مثلا ایده جرم و جنایت نش به وجود اومده باشه. نه اصلا وجود نداشت. و در نهایت من به یه ایده متوسط شدم تو داستان تلزهاک که قتل در واقع توی داستان بیلهرمتل، و همون رو وارد داستانم کردم. حالا نکته چیه؟ وقتی که به بازیگر اونا ما میگفتیم که چاقو رو بگیر دستت و ضربه بزن، بازیگر بلد نبود چاقو بگیره دستش. یعنی بلد بود ولی یه احتیاطی رو در با خودش همراه میکرد توی تئاتر که من دلم نمیخواست اونو داشته باشه، و خیلی سعی کردیم تا باهاش کار کنیم که اینطوری. و بازیگر ایرانی خیلی به وضوح این رو راحت‌تر و یعنی همون ابتدا به ساکن آماده داشت با خودش. و وقتی این فکر کردم که چقدر جالبه که ما با این که این رو یعنی میدونین ایده انقدر در تاریخ و فرهنگ ما تکرار شده، دو تا اتفاق برای ما انداخته احتمالاً. اینکه ما یه آگاهی راجبش داریم، یعنی مثل اینکه شاید بیشتر از اونا شناعتش رو در این حال درک میکنیم، ازش متنفریم، علیهش بلند میشیم، بهش اعتراض میکنیم، راجبش صحبت ها داریم، و در این حال چقدر دربارش ما عادی شدیم، چقدر ریلکسیم، چقدر در همون لحظه ای که داریم منتقدانه باهاش برخورد میکنیم چقدر باهاش راحتیم. میدونین چقدر این و خب ببینین اتفاقیه که تو ایده جنایت و خشونت به نظرم میفته. تو وقتی همون حرفیه که وقتی ما این اشاره به اینه که تکرار میتونه چطوری در این حال یک ماجرا رو از کراهتش کم کنه و در این حال رو با اون ماجرای کریه راحتت کنه، آسودت کنه باهاش، یاد بگیری که با اون کراهت زندگی کنی در این حال. یعنی در واقع فیلم های شما به دنبال اینه که این خشونت رو اینقدر تکرار کنه که تبدیل به یک بازنمایی بشه از خشونتی که برای ما به عنوان ایرانی تبدیل به یک چیز خیلی راحت و قابل زندگی کردن شده. داریم نشونش میدیم، تبدیلش نمیخوایم بکنیم. یه آینه گرفتیم تبدیلش کنیم. من حالش شاید بیشتر به دنبال میگم به دنبال اون واژه‌ای ام که میگم اسمشو میذارم جنایت. یعنی در واقع میخوام جنایت رو اینجوری جایگزین کنم. چرا میخوام این کارو انجام بدم؟ به خاطر اینکه جنایت برام همونطور که گفتم میتونه برام یه شکل به وجود بیاره. من مثلا همیشه در مورد بذارین یکم زمینی بکنیم حرفامونو، در مورد جنایت بی‌دقت حرف بزنم مثلا. خب جنایت بی‌دقت یه ایده توی خودش داره. اون ایده، یکی از ایده‌هایی که داره بهش پرداخت میکنه، مسئله سینما رکس، ماجرای سینما رکس یه شکل اجرا داره، یه پس زمینه های سیاسی داره، یه پس زمینه های بزرگتر داره، یه ایده‌ای داره که فراتر از این شکل اجرا دارن کار میکنن. تفاوت این دوتاست که برام که فیلم بخش سینما رکس جنایت بی‌دقت رو داره برای من میسازه. مثلا مواجهه با جنایت در یک پرونده پلیسی، اونجا چه اتفاقی میفته؟ یه چنین ایده‌ای برام اهمیت بیشتری داره تا پرداختن به همین مسئله که داریم الان راجبش حرف میزنیم، یعنی ماجرای مثلا خشونت. میفهمم این چیزی که داریم راجب خشونت میگیم رو البته که حتما داریم راجبش حرف زنیم، ولی میخوام بگم چجوری ممکنه جنایت بتونم از دلش شکل استخراج بکنم. طبعا خود عملی‌تر از خشونت بیشتر میشه ازش یک رفتار و یک شکل عملی استفاده کرد. یعنی تفاوت واژه و مدل در رو.
اون زمینه‌ای که داره این خشونت اتفاق میفته، نه لزوما خود خشونت، درسته؟ یعنی منظور شما از این تفاوت بین جنایت و خشونت اینه، خشونت توش اتفاق میفته، شکلی که اون فرم و مدلی که خشونت توش اتفاق میفته احتمالاً اون عمل جنایتکاران است دیگه. متوجه. بکنم آقای مکری میخوان چیزی اضافه کنه. ببین میخوام راجع به مسئله مثلا شیوه پلیسی ماجرای جنایت حرف بزنم. میدونی تو اگه فکر میکنی چیزی مثلا توی داستان توی فیلم جنایتی بیده قد وقتی ما داشتیم درباره ما موضوع رو سینما رکس قرار دادیم و به حال اون اتفاقی که افتاده و بررسی و حرفایی که درباره رویداد سینما رکس اتفاق افتاده اینکه دارن میگن که مثلا انگیزه های آدم ها چی بوده، در واقع دارن درباره خشونت حرف میزنن، درباره شکل اون، درباره اون میگن انگیزه ها چی بوده، چرا این کارو کردن، چه کسانی این کارو کردن، چه هدفهایی داشتن، چطوری هدایت شدن، و دائم داره درباره اینا صحبت میشه. ما تصمیمی که گرفتیم این بود که شبیه همون چیزی که شهرام داره میگه، شبیه یک ایده پلیسی بیاییم همون روزی که اون رویداد اتفاق افتاد رو زیر ذره بین بذاریم. یه کارگاه پلیس وقتی میخواد داستان پلیس رو رمزگشایی کنه احتمالا این کار رو میکنه، اون نمیره بگه انگیزه ها حالا حتما در این هم صحبت میشه ها، ولی در ابتدا میاد راجع به جزئیات وقوع رویداد شروع میکنه اطلاعات جمع کردن و اونا رو زیر ذره بین میذاره و مطالعه میکنه دربارش. کاری که ما کردیم اون بود روز حادثه رو انتخاب کردیم و شروع کردیم جزئیات اون روز رو استخراج کردن از زبون آدمایی که داشتن و با بررسی اون روز خواستیم به یه شکل برسیم در واقع، نه با بررسی اهداف و مثلا انگیزهای پشتش، یعنی تغییر بدیم مسیر پرونده رو. مسیر پرونده همیشه این بوده، حداقل در پروسه ماجرای سینما رکس مسیر اینه، به ما میگه که انگیزه تو به من بگو که انگیزه ها از کجاست تا من بهت بگم جنایت چطوری اتفاق. تغییر دادن این مسیر میشه مدل مواجهه با پرونده های پلیسی. این پرونده های پلیسی میگه که به من بگو جزئیات چیه تا بعد بهت بگم کیا انگیزه داشتن براش. به من بگو جزئیات چیه یعنی چی؟ یعنی مثلا تو توی پرونده پلیسی مهم میشه که آدما چه ساعتی بیدار شدن، چه ساعتی خوابیدن، از کدوم آبربانک استفاده کردن، کجا غذا خوردن، ترکیب غذاشون چی بوده. پلیسا راجع به این جزئیات حرف میزنن و وقتی جزئیات رو میشینن کنار هم دیگه، قاتل رو، جنایتکار رو، کسی که خشونت رو انجام داده رو پیدا میکنن و بعد میگن انگیزه اون آدم چی بوده. اونا مسیر برعکسی رو طی نمیکنن، یعنی نمیرن بگن که ما همین چند شب پیش داشتیم سریال میدیدیم، توی سریال دوتا پلیس دارن تحقیق میکنن راجع به قتل، رفتن به پدر مادر مقتول گفتن که به نظر شما کی انگیزه داشته بچه شما رو بکشه، اونا یه لیست مثلا سی اسمه بهشون دادن. وقتی ما به انگیزه ها فکر میکنیم تعداد آپشنامون خیلی زیاد میشه، ولی وقتی به شواهد نگاه میکنیم، یعنی چطوری اینا رو داریم پشت سر هم دیگه میچینیم، ایبی و معلولی که بفهمیم مدل چی بوده. پس ما مثلا برای ماجرای سینما رکس تصمیم برعکس گرفتیم اینجا، یعنی شکل مواجهمون با ماجرا رو تغییر دادیم، مسیر رو تغییر دادیم. گفتیم تنها چیزی که واضحه توی پرونده سینما رکس روز واقعه است، بقیهش همه ابهام داره. پس ما روز واقعه رو نشون بدیم و با نشون دادن شکل روز واقعه نشون بدیم که حدس آدم ها اون موقع راجع به انگیزه ها فکر بکنن، انگیزه هایی که پسش بکنن. چطوری ما میتونیم فقط به اون چیزی که میتونیم نگاه کنیم و بعد بکنیم که حالا از پس این میتونیم پیدا کنیم چه اتفاقاتی ممکنه. این میشون مسیری که من ازشون میذارم مسیر پرداختن به جنایت. میدونی وقتی ما میگیم جنایت یا وقتی میگیم خشونت یا وقتی میگیم زمان، داریم راجع به مفاهیمی که شکل ندارن حرف میزنیم. وقتی همین ابعادشون گسترده است، خشونت یعنی چی، جنایت یعنی چی، زمان یعنی چی، اینا هیچ کدوم شکل بیرونی انگار ندارن. کاری که ما داریم سعی میکنیم انجام بدیم اینه که فکر کنیم چطوری میشه برای اینا طراحی شکل. یه سوالی که به وجود میاد اینه که من مثلا اینو چندین بار تو ویدیوهای مختلف شنیده، یعنی دیده بودم که توی مواجهه با مسئله آتش‌سوزی توی زمان حال جنایتی بی‌دقت
ما یک سری قصه های فرعی داریم، مثل قصه اون مادر و دختره، دختره‌ای که میخواد پوستر بچسبونه و حالا مادرش توی ماشینه، و یا مثلا اون جوانایی که مثلا اومدن فیلم ببینن و اینا. بعضی از این روایت ها گفته میشه که شاید اگه از فیلم حذف شه اتفاق دراماتیک ویژه‌ای نمیافته. من میخوام بپرسم که شاید از این حرفای شما بشه ضرورت اونا رو هم متوجه شد، یعنی شما دارین روز واقعه رو هرچند با جزئیاتی که خیلی مشخصاً به تنه روایت نچسبیده در واقع پر میکنید و جزئیات رو نشون میدین، درست میگم؟ ببین، ما یه ایده هایی داریم ولی ممکنه این ایده ها توی فیلم ها کار نکنن. خب الان که دارم حرف میزنم راجع به ایده ها حرف میزنم، ولی فکر میکنم که در نهایت وقتی که ایده ای توی فیلم قرار گرفته، احتمالا تماشاگران که در موردش تصمیم دارن که این ایده داره کار میکنه یا نه، چون در نهایت محصول در مقابل اونا قرار میکنه. من راجع به این برای قضیه صحبت میکنم، یعنی مسیری که توی سر من یا توی سر ما به عنوان سناریست میشه تا میرسه به محصول. توی این شکل نگاه کن، من توجهت رو به ماجرای خود سینما رکس معطوف میکنم. ما در مورد مثلا ماجرای سینما رکس، در مورد سه تا بود، در مورد چهار تا بود در واقع سینما رکس و اندازه یکسان اطلاع نداریم. اون چهار تا بود چیا هستن؟ یک، فیلمی که روی پرده سینما نمایش داده شده، یعنی گوس ها، فیلم مهم در تاریخ سینما ایران، موج نو و همه تاثیراتون. دو، راجع به آدم هایی که سینما رو آتیش زدن، یعنی اون چند نفر آدمی که رفتن تو داخل سالن سینما و ماجراهای جنایی پلیسی که الان راجع بهش حرف زدیم. سه، راجع به دست های پشت پرده، بحث های سیاسی که در طول همین سالا در مورد اتفاق افتاده. و چهار، در مورد تماشاچی ها. ما کمترین اطلاعات رو در مورد تماشاچی ها داریم توی داستان سینما رکس. در واقع ما حتی نمیدونیم چند نفر آدم توی ماجرای سینما رکس مردن. آمارهای مختلف در موردشون وجود داره. ما نمیدونیم چند نفر نجات پیدا کردن. آمارهای مختلف در موردشون وجود داره. ما نمیدونیم که چه تعداد بلیط توی شب فروخته شده. آمارهای مختلف در موردشون وجود داره. جالبه، انگار که کسی هیچ وقت تا حالا در طول همین سالها با خودش فکر نکرده که ما یه بار این آمارا رو دقیق کنیم. مثلا بریم بگیم آقا کیا اون شب توی سینما بودن، روایت های مختلف رو در بیاریم، اسم آدم ها رو پیدا بکنیم، بفهمیم اون شب توی سینما 674 نفر بودن یا مثلا 476 نفر بودن. عدد ها همینطوری گفته شده، یه عالم عدد وجود داره، یه عالم عدد. یه عده میگن 8 نفر از سینما بیرون اومدن، یه عده میگن نه 8 نفر اومدن کلانتری، تعداد بیشتری آدم زنده بیرون اومدن. یه عالم فیلم مستند وجود داره راجع به آدمایی که بیرون اومدن، میگن ما بودیم. میشموری آدمایی که تو این فیلم مستند حرف میزن از روایت تاریخی بیشتر میشن. بخاطر اینکه هیچ موضوعی راجع به تماشاگر وجود نداره. روی کردی که ما توی فیلم جنایتی بی‌دقت داشتیم راجع به ایده تماشاگرها این بود که شبیه به واقعه عمل بکنیم، شبیه به ماجرای تاریخ عمل کنیم. حالا راجع به مادر و دختر میگم، ولی کلن میخوام بگم که ما اشاره کردی به این جمله، گفتی اتفاق دراماتیک ویژه. در واقع داستان سینما رکس، اون چیزی که ما ترسیم میکنیم، سعی کردیم این چهار تا بودی که بهت گفتم توش داشته باشیم. یکی از اونا فیلمی که روی پرده است، یکی از اونا آدمایی که سینما رو آتیش میزنن، بک‌گراندی راجع به ماجراهای سیاسی به وجود داریم و تماشاچی ها. ما سعی کردیم این چهار لایه شبیه همین چهار لایه باشه که الان دارم برات ازش حرف میزنم. یعنی قطعاً داستان فیلم روی پرده دراماتیک تره، داستان آدم هایی که سینما رو آتیش میزنن دراماتیک تره، داستان دست های پشت پرده پر ارجاع تره یا پر بک‌گراند تره و داستان تماشاچی که توی سینما هستن بی اهمیت تره. من توی یکی دو تا از این گفتگوهایی که داشتم اصرار داشتم که بگم داستان فیلم روی پرده و موقعیت تماشاگران، داستان کسانی که سینما را آتش میزنن و موقعیت تماشاگران. یعنی موقعیت تماشاگران اصولا چیز دراماتیکی نیست توی فیلم ما که فکر کنیم باید حاوی ویژگی های دراماتیک باشه. میدونی تلاش ما این بود، یعنی اون بخش به قول نسیم چی میگه بهش، پیشینی، چیزی که هنوز به محصول در نیومده،
اما بعدش اتفاقی میفته، اون موقع تماشاشی احتمالاً در مواجهه چیزی رو درست یا غلط، یعنی ببخشید اضافه یا سر جاش تشخیص میده. خودم همین الان دارم به این فکر میکنم که اساسا لحاظ کردن رویداد سینما رکس به عنوان اتفاق دراماتیک ویژه، الان صدام خوبه، به عنوان اتفاق دراماتیک ویژه، اینم جای صحبت داره. میدونی یادم میاد که وقتی ما داشتیم کار میکردیم، درسته که نقطه عزیمت ما رویداد سینما رکس بود و اون روز آتیش سوزی، ولی واقعیت اینه که ما اون رو به عنوان اتفاق دراماتیک ویژه لحاظ نکردیم. میدونی ما سعی کردیم که به موازات چندین تا روایت کنار هم بزنیم و ببینیم چطوری میتونیم در ادامه تجربه های قبلی شهرام، در ادامه در واقع فیلم های قبلیش، این بار آیا ما میتونیم به موازات هم چند تا رویداد و با هم دیگه در واقع تو دل یک اثر ثابت، یک فیلم ثابت هم نشین کنیم و تعریف کنیم. لحاظ کردن سینما رکس به عنوان شاید اتفاق دراماتیک ویژه است که این در واقع مناقشه رو ایجاد میکنه که حالا کدوم اینا اساسی تره، کدومش کم رنگ تره، کدومش آیا اینا همگنن آیا همگن نیستن، در حالی که اصلا بنابر این بوده که در این در به ظاهر ناهمگنی اینا رو ما هم نشین کنیم و حالا اتفاقی که نفته در ادامه. من اگه جایی دارم من همش میترسم که شما چیز باشین، شما میدونی ما راست شاجه به مباحث هم با آدم ها حرف زدیم، هم خودمون خیلی بعض وقت حرف میزنیم، همش فکر میکنم ذهن ما ممکنه یه جاهایی راجع به چیزه الان همجوری هم داریم حرف میزنیم. لطفا شما هر جایی که فکر میکنیم ما داریم یه جای دیگه میبینیم به ما بگیم. نه اصلا بحثایی که میکنید بحثای جالبیه و حالا فکر میکنم خیلی مفصلم بشه، چون حالا این بحثایی که میکنید باز یه سری سوالات به وجود میاره. من توی مصاحبه هایی که قبل ازتون دیدم اینو چند بار متوجه شدم که انگار گاهی اول فرمتون رو انتخاب میکنید و بعد قصه براش درست میکنید، یعنی حالا مثلا فیلم های قبل از در واقع جنایتی بیدفت یه فرمی دارین که حالا قصهش این باشه، ولی به نظر میرسه که راجب سینما رکس حالا اون بحثی که کردین که دنبال خشونت توی، یعنی در واقع قتل سیاسی توی سوئیس میگشتین و حالا یه تحقیق بوده و فلان و اینها، انگار میخواستین راجب سینما رکس فیلم بسازین و حالا رفتین یه فرمی پیدا کردین که در واقع در تناظر تجربه های قبلیتون باشه و مسائل سینما رکس رو هم حالا از بزم شما اون چهار لایه پوشش بده. یکم درباره این صحبت کنی، انتخاب فرم برای فیلم جنایتی بی‌دقت و فاجعه سینما رکس. ببین اول در مورد اون جمله شروع کنم که آیا ما اول یه شکل انتخاب میکنیم و بعد اون شکل برای اون شکل داستان درست میکنیم یا نه، و بعد ببینیم که تفاوتش با اتفاق توی سینما رکس ممکنه افتاده باشه یا حتی شباهتش ممکنه چی باشه توی داستان جنایتی بیده رفت. البته ما این میگیم سینما رکس که اوقات خودمون هم عادت کردیم، یعنی اون تذکری که تو دادی مهمه از این بابت که در واقع برای جنایتی بیده میتونیم راجع به سینما رکس بگیم هست، اما در این حال فیلمی راجع به سینما رکس انگار نیست، انگار یه فیلمی راجع به سینمایی در زمان حال، انگار یه نگاهی با توجه به مفهوم بازسازی و از این جور، اما حالا اینو میذارم کنار. ببین توی من همیشه راجع به این حرف میزنم که اون چیزی که تماشاچی بهش نگاه میکنه، اون چیزی که شاخه که تماشاچی رو حساس میکنه چیه. به نظر میرسه اونی که شاخه که تماشاچی رو حساس میکنه بعد متغیره، اون چیزی که تغییر داره میکنه، اونه که تماشاچی نسبت بهش حساسیت نشون میده. مثلا وقتی که شما یه فیلم با ساختار سه‌پرده‌ای میبینی، تماشاچی ساختار سه‌پرده‌ای رو در ناخودآگاه خودش به عنوان یک عنصر ثابت داره و چون متغیر داستان میشه اون راجع به داستان شروع میکنه به اصطلاح نظر کردن، امر متغیر چیزی که شاخکش رو تیز میکنه داستان. وقتی که تو
امر متغیر رو تغییر میدی، تماشاشی راجع به اون حرف میزنه. مثلا وقتی شروع میکنی به یه داستان رو از تب سر تعریف کردن، اون به جایی که داستان فیلم رو تعریف بکنه، اون چیزی که به نظرش میرسه بیرونه اونو داره تعریف میکنه. مثلا میگه ممنتو فیلمی که از آخر به اول تعریف میشه، یا مثلا میگه راشمان فیلمی که از سه زاویه مختلف دیگه راشمان رو دا قصه تعریف نمیکنه، برات وقت داره راشمان رو تعریف میکنه. یا در مورد ممنتو نمیگه که یه مردی زنش به قتل رسیده بعد دنبال قاتلش میگرده. اینجوری اگه برات تعریف کنه انگار تو داری یه فیلم قاتل کیه میبینی، ولی ممنتو این نیست. در واقع میگه از اون شکلی که آشنایی زدایی شده، در واقع اون رو مورد توجه قرار میده تماشاگر. آره، یعنی یه شکل آشنایی وجود داره که الان آشنایی زداییش رو کردی و تماشاگر به این واسطه توجهش جلب شده بهش. آره، این شروع میکنه بودن. حالا ببین، موقعی که ما داریم سعی میکنیم که فرم طراحی بکنیم، یعنی ایده رو طراحی بکنیم، بیشتر به اون چیزی که در پایه‌های زیری قرار گرفته کار داریم تا به اون چیزی که در لایه داستان قرار میگیره. در واقع فرمول همیشه اینه، سینما به ما این پیشنهاد رو میده، میگه داستان به تو میگه چه فرمی براش نیاز هست. اینو همیشه سینما به تو داره پیشنهاد میکنه. اگه برعکسش رو فکر کنیم چی؟ اگه فکر کنیم فرم به ما پیشنهاد بده که چه داستانی روش قرار میگیره، فرم به ما پیشنهاد بده که چی برای روی اندازش قرار میگیره، این به نظرم یه چیز نیست. این به نظرم یعنی کسی که برای ما محدودیتی در این مورد نذاشه غیر از ذهن خودمون. ذهن ما همیشه این محدودیت‌ها رو قائل شده. میگه که من همیشه برای بچه‌ها مثال از هنرهای دیگه میزنم، مثلا از ساختن موزیک برای ترانه میگم که ما چیکار میکنیم؟ اول شعر وجود داره بعد براش آهنگ میسازیم، یا اول آهنگ میسازیم بعد رو شعر میگیم، یا این دو تا پروسه رو همزمان پیش میبریم؟ الان در مورد آهنگسازی و موسیقی ما دیگه دعوایی با این سر این موضوع رو هم دیگه نداریم. ببینیم هر سه اینا امکان‌پذیره، یکی برای شعر آهنگ بگه، یکی آهنگی رو بگه و شعر براش بگه، یکی این دو تا رو با هم دیگه پیش بره. ولی در مورد سینما انگار این سد رو برای خودمون گذاشتیم، میگیم که ببین حتما باید یک فرم از دل یک داستان استخراج بشه و کلی تئوری براش داریم. خب اگه این قاعده رو بخوایم بشکنیم چه اتفاقی میفته؟ این اونجایی میشه که اون بخشی که داری میگی به وجود میاد. یعنی به نظر میرسه که ما اول یه فرمی رو طراحی میکنیم، هر فرمی، و بعد فکر میکنیم یه چه داستانی میتونه روی این فرم سوار بشه و قرار بگیره و بیاد. به خاطر تغییر دادن اون متغیر است. حالا در مورد جنایت بی‌دقت، واقعیت اینه که ما همین مسیر رو داریم به شکل دیگه طی میکنیم، منتها این مسیر با یه ایده اولیه شروع میشه و اون نگاه کردن به مفهوم باستولید یا تاریخه. من چون زیاد دارم حرف میزنم؟ نه. ببین نگاه کن، ما وقتی راجع به جنایت بی‌دقت داریم فکر می‌کنیم، همون اتفاقی که افتاده، بذار ببینیم چجوریه. داشتیم راجع به مفهوم باستولید داشتیم حرف میزدیم. یعنی این چیز، این کاری که تو هجوم هم انجامش دادیم، این کاری که تو ماهی و گربه هم به یه شکلی داریم انجامش میدیم. یعنی یک تو فکر کن که توی ماهی و گربه یه خبری وجود داره که یه رستورانی آدما رو سلاخی میکرده. ما این خبر رو تو جنایت بی‌دقت تغییر دادیم با این خبر، یه سینمایی آدما توش بودن آتیش گرفته. این اون موقع وقتی به این دوتا نگاه میکنی میبینی که انگار ماجرا منتها تفاوت توی چیه؟ تو مطمئنی واقعی جنایت بی‌دقت این خبر بیسش تاریخه، در مورد ماهی و گربه شک داری که واقعا وجود داره یا وجود نداره، یا ابعادش شخصی تره، این ابعادش اجتماعی تره، بزرگتره. هجوم چطوریه؟ هجوم هم در مورد باستولیده، منتها باستولیدی که در خودش داره اتفاق میفته. قتلی اتفاق افتاده، یه گروه دارن اون قتل رو باز اجرا میکنن، یعنی دوباره دارن اجراش میکنن. ما همین باز اجرا همون چیزیه که هم توی هجوم برامون وجود داره، هم توی ماهی و گربه برامون وجود داره، هم توی جنایت بی‌دقت وجود داره. منتها یه سرش احتمالاً از تاریخ داره میاد این بار. آیا ما در جنایت بی‌دقت داریم یک کار متفاوتی انجام دیم؟ یعنی اول داستان رو پیدا کردیم بعد رفتیم سمت فرم،
و اینا یا متفاوته با دو تا فیلم قبلی؟ ببین میفهمم که این سوال میتونه مطرح بشه به خاطر شکل حداقل شکل متفاوتی که ظاهرا جنایت بی‌دقت داره در مقایسه با فیلمی مثل هجوم ماهی گربه مثلا. نه به نظرم ما کار متفاوتی داریم نمی‌کنیم در این حال که خب کار متفاوتیه. چرا به نظرم کار متفاوتی نمی‌کنیم؟ به خاطر اینکه اگه من بخوام مسیر رو دونه دونه بیام جلو فکر می‌کنم قدم بعدیه که کار شهرنامه در نتیجه تداوم اون ایده هاست. منظورم چیه؟ حالا من هم از این منظر دیگه همین پروسه‌ای که تو گفتی رو بگم. اگر من فکر کنم به فیلم‌های شهرام، فکر می‌کنم از همون ابتدا به نظرم بیاییم اینطوری فکر کنیم که شاید شهرام داشته، حالا تو داری ایده هایی مثل باسولی رو ازش حرف میزنی، به تاریخ اشاره کردی، به شما به فرم دایره اشاره کردی، همه این ایده ها رو وقتی میذارم کنار هم دیگه فکر میکنم یه نقطه مشترکی بین همه این ایده ها هست. زمان به نظرم میرسه که همه این ایده یه جور نگاه به زمان، یک جور نگاه به زمان، یعنی همه اینا یه نقطه مشترکی دارن. زمان فکر میکنم به فیلمای اول شهرام که حتی شاید خیلی فیلمایی نیستن که دیده شده باشن یه اتفاقی داشته اسمی اسم چی اتفاق فلان جذابیت همین جذابیت پنهان زمان. اسم فیلم منو یادش نمیاد چه توقع داره؟ نه نه واقعا چون تو فکر کنم اولین فیلمیه که داری و هیچ وقت میدونی فکر کنم شهرام از همون موقع ها احتمالاً اون چیزی که ذهنشو درگیر میکرده این بوده. حالا زمان به نظرم اگر بخوام بیام مثلا توی طوفان سنجاقک مگه غیر از اینه که یه جور بازیگوشی با ایده زمانه، با ایده روایت، خب روایت مگه غیر از اینه که یه جور بازیگوشی در زمان خودش. و بعد به مهد دایره که فکر میکنم میبینم شهرام داره احتمالاً زمان رو سعی میکنه برای ما تبدیل به یه شکل کنه تو مهد دایره. شاید اگر به ما بگن مثلا بگن ترس چه شکلیه، نمیدونم خدا چه شکلیه یا چی چه شکلیه، اگر از من بپرسن زمان چه شکلیه میگم شکل مهد دایره است. خب بعد میام سراغ مثلا ماهی و اشکان با سالی تجربه تو مهد دایره بعد از قبل از اشکان ساختی، ولی تو فیلمنامه اشکان رو برها قبل از مهد دایره به نظرم داشتی. بعد اگر بخوام به ماهی گربه فکر کنم میگم که ماهی گربه احتمالاً همون ایده محدوده دایره است دقیقاً، منتها داره سعی میکنه ببین آیا میتونه اون شکل زمان رو مسلح کنه یه ذره بگه با یه سری خورده داستان در واقع یه خورده تزیینش کنه، مفصل ترش کنه، مبسوط ترش کنه. و به نظر ماهی گربه واقعا اگر تو بخوای نگاهش کنی خالص همون محدوده دایره است به نوعی، ولی یه ذره مسلح شده با یه ایده های داستانی. اگر بخوام نمونه هایی براش پیدا کنم میگم که مثلا تو ادبیات کلاسیک ما ماهی گربه خیلی من یاده مثلا منطق و طیر میندازه، خیلی این دوتا با هم فرق میکنن، ولی مگه غیر از اینه که اون داستانم دقیقاً آدم دارن از یه جایی آدم آدم ها نمیدونم شروع میکنن بعد وقتی میرسن این تهش دوباره همون جایی بودن که شروع کردن و ما نمیدونم چند تای تعداد بسیاری خورده داستان داریم میبینیم که واقعیت اینه که اون خورده داستان ها میتونن خورده داستان های دیگه ای هم شاید باشن. خب و بعد میام سراغ هجوم، میبینم هجوم این بار تجربه همون شکل زمانی است، همون ایده زمان، منتها این بار داره میگه که آیا من میتونم تو اون شکل یک داستان واحد رو تعریف کنم، یعنی خود اون روایت میتونه یه داستان تعریف کنه. چون ماهی گربه داشت مثلا تزیین استفاده میکرد از داستان، حالا قرار بود تو هجوم خود داستان رو تعریف کنه تو دل فرم. در واقع یه جوری تجربه ما این بود. و بعد تو جنایت بی‌دقت در واقع باز همون فرمه به نظرم، این بار تاریخ و مبنا قرار داریم، یه ایده منتج از زمان که ما اومدیم میگیم که آیا ما میتونیم به موازات هم داستان تعریف کنیم. در واقع سری اشکال مختلفه که سعی کردیم یه انواع مواجه هست در واقع با یه ایده ثابت. اگر آدم بخواد یه فاصله بگیره توی لانگشاتی به اینا نگاه کنه، برای ما راستش خیلی در تداوم همن، حتی اگر در تداوم هم به نظر نیان برای ما شکلهای مختلف مواجهه با یه ایدن. من چیز میکنم، من بگم که ما اینجوری هم نبود که ما فکر کردیم میخوایم داستان سینما رکس رو کار بکنیم. ما در واقع میخواستیم بازنمایی کنیم ایده رو از دل تاریخ، بازسازی کنیم ایده رو از دل تاریخ، از بین وقایع مختلف تاریخی
فکر کردیم که داستان سینما رکس بیشتر با اون چیزی با ایده بیسیکی که توی ذهنمونه، یعنی چیزی که نسیم بهش اشاره کرد، بازنمایی تاریخ در زمان حال مثلا، و بعد استفاده کردن از معماری برای عبور از یک مقطع تاریخی به یک مقطع دیگه، و استفاده کردن از داستان‌هایی که به موازات و شکستن یک تعریف مرسوم از زمان و دوباره، یعنی یک داستان، یک بی‌نظمی که در این حال در پایان منظم به نظر برسه، ایده بی‌نظمی که در پایان منظم به نظر، مجموعه اینا ما رو به سمت این بود که سینما رکس رو انتخاب کنیم. اینجوری نبود که اول سینما رکس رو انتخاب کرده باشیم و بعد برگشته باشیم. نگاه کن، بذار تو اینو تون بگم. مثلا وقتی که به یکی از حوزه‌های مورد علاقه من، یعنی مکانیک کوانتوم نگاه می‌کنیم، ایده بیسیک اینه، بی‌نظمی مطلق در ریزترین ذرات که منجر به نظم مطلق در بالاترین سطوح میشه. خب حالا میگردم توی تاریخ، به نظر من واقعی سینما رکس همینه، بی‌نظمی مطلق در بیسیک ترین اتفاقات که نتیجه آنچنان منظم به نظر میرسه که تو نمیتونی فکر کنی که این همون چیزی که اون بی‌نظمی بوده، انقدر نتیجه منظمی داره که تو سراغ مثلا ایده‌های تئوری‌های مختلف برای پشتش میری. مگه امکان داره؟ این نظر شخصی منه، من فکر میکنم اونجا یه بی‌نظمی مطلق حاکمه و فکر میکنم این بی‌نظمی مطلق میاد و این نظم بیرونی رو، نظم بیرون رو شکل میده. میدونم که خیلی ها با این نظر مخالفن، میدونم که خیلی ها فکر میکنن که نه، اتفاقا ما با یک ماجرای کاملا مهندسی شده، از پیش طراحی شده، با جزئیات زیاد سر و کار داریم. فکر میکنم که این چیزیه که داره، انگیزه ها نداره ها، اگران انگیزه ها خیلی مهمه، چون انگیزه ها ممکنه فردی، اجتماعی یا هر چیزی اینجوری باشه. دارم در مورد شکل اجرا حرف میزنم، شکل اجرایی شدن اون عمل مثلا جنایتکاران است که. خب بزن یه سوال بگیم. من موافقم. نه بگیم رو سوال بعد. توی کتاب فیلمنامه نویسی کلاسیک، حالا فکر کنم خانم احمدپور به ساعت نگاه کردن، من حالا نمیدونم تا که طول میکشه، بیشتر از 2 ساعت وقتتون رو نمیگیریم. توی تو کتاب فیلمنامه نویسی کلاسیک میگن که هر خورده روایتی که قراره توی بدنه فیلم باشه باید ضرورت دراماتیک داشته باشه. خب توی فیلم های شما مثلا جنایتی به دقت، مثلا حتی مثلا ماهی و گربه، حالا بیشتر در باره جنایتی به دقت صحبت کنیم، توی بعد چهارمش که قراره تماشاچی ها باشن، ما خورده روایت هایی رو باهاشون مواجهیم که در حقیقت این سوال برامون پیش میاد که شهرام مکی و نسیم احمدپور زمانی که داشتن این فیلمنامه رو مینوشتن از کجا متوجه شدن که مثلا این روایت فرعی راجع به مثلا اون موشکی که قراره در واقع اصابت کنه توی اون وسط فیلم، یا مثلا اون در واقع زمینه تماشاچی هایی که صحبتشون رو کردیم، چطور متوجه میشن که الان این قصه، این ماجرای خیلی خرد میتونه در واقع پیوند خوبی به عنوان بعد چهارم برقرار کنه با ماجراهای 3 بعد دیگه؟ امیدوارم تونسته باشم سوالمو به خوبی بپرسم. فکر کنم میدونم چی میگی. ببین یه نکته ای رو که من راجبه اول کتابای فیلمنامه نویسی و روابطی خورده روایت و روایتی کلان و از این چیزا وجود داره بگم. ببین واقعیت اینه، فکر میکنم که من خودم همونطور که میدونیم درس میدم و همیشه هم راجبه فرمول با بچه‌های کلاسم صحبت میکنم و همیشه بهشون همین چیزایی رو که به عنوان فرمول های پایه‌ای وجود داره توی سینما و باید بهشون پرداخت، راجبه اونا حرف میزنم. میدونم طیف بزرگی از کسایی که فیلم میسازن بعدا به این فرمول ها پایبندن و از اونا استفاده میکنن، اما واقعیت اینه که پیشرفت سینما رو نتیجه اون طیف کوچیکتری میدونم که فکر میکنم که فرمول ها رو میشنون ولی تصمیم میگیرن که
مثل اونا رفتار نکنن، یعنی تصمیم میگیرن یه مدل دیگه کار کنن. حتما در شکل این مدل کار کردن آزمون و خطا وجود داره، اونا کارایی میکنن و اون کارا کار میکنه. در تاریخ سینما زیاد دیدیم از این مدل ها و بعضیشون کار نمیکنه، بعضیشون زمان میگذره از روش تا کار بکنه. مثلا راجع به این که داستان ها شکل و شمایلشون چطوریه، واقعیت اینه که من خودم الان یه وضعیت خسته کننده نسبت به انبوه تولیدات سینمایی پیدا کردم. به محض اینکه قصه ها شروع میشن فکر میکنم این وضعیت من نیست، تماشاگری که مقدار فیلم دیده باشن الان این کارو میکنن. به محض اینکه فیلم ها شروع میشن نتیجه روند داستان ها برات قابل پیش بینی هست، میدونی که مثلا در این شکل، میدونی مثلا وقتی سریال پلیسی داری میبینی قراره که به یه عالم آدم شک کنی، بعد این یه عالم آدم قرار نیستش که دونشون قاتل باشن، قراره تر قسمت با یه دونه ماجرای وای چه اتفاقی ممکنه بیفته تمام بکنی، قراره که کاراگاه یه مشکل شخصی داشته باشه از پرونده قبلیش، از زندگی خصوصیش و اینو بیاره، کاراگاه قراره چه کاری بکنه، کاراگاه قراره بعداً بر اون مشکل شخصیش فائق شه در این حال که اون پرونده رو داره حل میکنه، در واقع جوابی برای مشکل شخصیش پیدا بکنه. میدونی که همه آدم‌های دیگه که در سریال هستن این اتفاق براشون میفته، پسری مرده، دختری مرده، ولی قراره که یه عالم آدم بزرگ شن در طول اون سریال به واسطه اون قطع علاقه که دیگه برنمیگرده، به واسطه پیدا کردن قطع خودشونو بشناسن، خودشو پیدا کنن. ولی واقعیت اینه که همین فرمولا باعث میشه که تو وقتی شروع میکنی به دیدن سریالا از قسمت اول بدونی چی قراره، چه روند سریال چیه، تا تهش رو حدس بزنی، میتونی بفهمی که ماجرا. مثلا من یکی از داستانهای مورد علاقه هم یا یکی از قصه‌های مورد علاقه هم جنگ ستارگانه. وقتی این سریالی که کمپانی لوکاس به اضافه دیزنی پلاس دارن در مورد اسپیناف های جنگ ستارگان میسازن رو میبینم، از یه جایی واقعا دیگه خسته میشم، یعنی فکر میکنم که خب قراره مثلا این یودای کوچیک در هر قسمت یه قولی رو بکشه، یه قسمت گوزن بزرگ رو بکشه، قسمت بعد کرگدن بزرگ رو بکشه، قسمت بعد مثلا مرد سیاه‌پوش رو بکشه، قسمت بعد مرد سفیدپوش رو بکشه و خسته میشم دیگه از دیدن این پروسه. به خاطر همینه که میگم یه آدمایی باید بیان یه کاریش بکنن، یه تغییری توش به وجود بیارن. پس خورده روایت‌ها همیشه سوالم اینه اگه این کارو نکنیم چی؟ خورده روایت ها باید با روایتی که الان ارتباط داشته باشن، خب ارتباط نداشته باشن چی میشه؟ روایت ها باید اینجوری ساختار سه پرده اینجوری باشه، اگه دو پرده ای باشه چجوری پیش میره ساختار؟ ساختار های تک پرده ای چیشون هن اصلا؟ چرا ما دیگه تو سینما سراغشون نمیریم؟ اونا پس چه اتفاق براشون میفته؟ اگه این اتفاق ها بخواد بیفته چی میشه؟ مجموعه همه این چیز هست. اما راجع به اینکه خودمون روایت ها رو چطوری انتخاب میکنیم، به نظرم سخته راستش اینکه آدم بگه از کجا داره میاره ایده ها رو. مثلا ببخشید من توی کلامتون تو پرانتز بگم که حالا نمیدونم آپدیت جدید اینستاگرام چجوریه، ولی قبلا اینجوری بود که سر یک ساعت قطع میشد و ما مجبور بودیم، یعنی مجبوریم سیف کنیم و بعد دوباره لایو رو شروع کنیم و ادامه بدیم صحبتمون. میخواین این کار بکنیم؟ آره، پس ما الان اینو تموم کنیم بعد من باز شروع میکنم، ما شما رو عد میکنم. ممنونم، مرسی. سلام دوباره با قسمت دوم نشست گفتگو با شهرام مکری و نسیم احمدپور در خدمتتون هستیم. من منتظرم که مجدداً جوین شن و ما به گفتگو ادامه بدیم. من عوض میخوام بابت این باگ اینستاگرام. ما هم راستش بلد نیستیم که اصلا برطرف شده یا نه، شاید درست شده باشه. آره میدونم. داشتین میگفتین کدومون داشتین گفتین درباره
شما داشتین در سوال چی بود؟ شهرام داشت حرف میزد یا من؟ آها نه من داشتم حرف میزدم. آره آره داشتم میگفتم که داشتم فکر کنم الان یادم میاد که در باره سوال این سوال خورده روایت و اینا بود که من گفتم که میشه به شما این ایده ها از کجا میاین؟ این بود سوال. و کجا میتونیم که آیا این چقدر در ارتباط به درد میخوره یا نه؟ ببین میخوام یه جایی به حرف تو برگردم شهرام، یه جایی درباره این حرف زدی که خیلی خب بذارید برم اینجا که ما همینجوری فیلمنامه می‌نویسیم نه چه بی به درد نمی یعنی چیزی که نمی‌چسبه. واقعا مربوط به این سوال شما نگاه کنید، من فکر می‌کنم احتمالاً دو تا رویکرد کلی وجود داره برای مواجهه با ایده ها. تو گاهی داری چیزی رو که میدونی و کاملاً مطلعی و بهش مسلطی احتمالاً داری مکتوبش میکنی یا میری برای ساختنش، و گاهی نه داری میسازی که یه چیزهایی رو بدونی. این دو تا رویکرد خیلی فکر میکنم متفاوته، یعنی تو داری سعی میکنی که با در واقع ساخت یک اثر هنری در واقع به اون نادان به اون سوالای ذهن خودت و چیزای بیشکل ذهن خودت شکل بدی و آگاهشی بهش. احتمالاً ما اگر بخوایم تو این دو تا دسته کلی خودمون رو جا بدیم، این دومیه، این که بیشتر سعی می‌کنیم یه ذره در این حال که داریم می‌سازیم آشنا هم بشیم با یه مقوله، همون یه شکل دیگه بیان اینه که چطوری می‌زنن زیر میز، چطوری تو سعی می‌کنیم حالا اگر همیشه چطوریه که اگر که ایده اینه که مثلا تو همیشه باید خود روایت ها به هم خیلی به وضوح و به طور مشخص و با نقطه های ربط بسیار واضح مربوط باشن، حالا اگر ما این کار نکنیم چه اتفاقی میفته؟ ولی این یه مشکلی به وجود میتونه بیاره، یعنی میتونه ما رو در واقع پشت این یه اختشاش یه هرج و مرج آگاهانی که خیلی هم پنهان کنه. آره این نیست، ولی تو یعنی فکر کنیم که هر کی بتونه از ما سوال بپرسه، ما بگیم نه که نه ما خرد روایت هم نمیخوای داریم چیزی رو تست میکنیم. نه خیلی وقت جواب نده. بله جواب دارم، نه این نیست، دارم میگم توی تقسیم بندی بسیار کلی احتمالاً تو یا داری میری سمت چیزی رو بسازی که کاملا واضحه و یه استانداردی داره بیرون، و یا اینکه داری میری یه کاری میکنی که حالا خیلی شکل استاندارد شده ای براش وجود نداره، شاید الان بهتر گفتمش. همون حرف منه، ولی میفهمم، ولی میخوام بگم مواجهه باهاش ممکنه که برای تماشاگر اینو بیاره که خب شما از هر کاری که میکنید میتونید بگید که ما داریم یه کاری بود، یه ایده ای داریم و اینو فاکت میکنه. اما اون نیست، همون هم. اما درباره ببین احتمالاً اینجوریه که ما که نمیتونیم پدیده های بی ربط در جهان پیدا کنیم، مثلا هر پدیده ای به پدیده ای کناریش مربوطه، فقط یعنی امکان نداره تو چیزی رو در این جهان داستان ها پدیده های پیرامونه پیدا کنی که در یک ارتباطی با پدیده کناریش نباشه. حتما هست. بحث اینه که آیا ما تونستیم این نقطه های ارتباطی رو روشن کنیم، خاکستر روش رو بزنیم کنار، خاک روش رو بزنیم کنار و اینو بولد کنیم بیاریم بالا. در واقع بحث اینه میزان موفقیت ما در نشون دادن ارتباط ذاتن وجود داره بین همه پدیده ها. آره این خیلی حرف جالبی، یعنی من الان که داریم میگیدارم بهش فکر کنم. در واقع ایده اینطوریه، یاد یه چیز میافتم، محمد طلویی دوست، حالا اسمش رو آوردم بخاطر اینکه دوست عزیز من در دانشگاه، یه موقعی میگفت که ما میتونیم یه نمیدونم چرا این دیر رفتم سمت این خاطرشون محمد، ولی فکر کنم که مثلا ما بتونیم یه کاری بکنیم، بتونیم هر چیزی رو به هر چیزی پیوند بزنیم در جهان کشاورزی داری حرف میزنیم. نه به صورت کلی دارم از پیوند در بزنم. نه منظورم اینه که ارمتنی رو به ارمتنی مثل جهانه که شاورزیه بتونیم به هم پیوند بزنیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم، فقط باید دنبال این بگردیم که اون خط رابط رو پیدا بکنیم، بعدا میشه منطق و تیر رو به آخرین فیلم بتمن هم آره نه بس آره. میکنم خط ارتباطی بتونی بولد کنی روشنش کنی، همین دیگه، خاکش رو بذار، ارتباط هست به هر حال و این تو فقط قراره اینو روشن کنی. حالا در فیلم میزه جنه اگه بیدقت احتمالا سوال یا انتقاد یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم اینه که آیا این نقطه های ارتباطی به قدر کافی و روشن شده یا نشده.
حالا راجع به این میشه صحبت کرد. خب طبیعتا ما وقتی انجامش دادیم فکر کردیم به قدر کافی انجام دادیم. و سوال اونجایی که میگم ما آگاه نیستیم، احتمالاً اینجاست که اون چیزی که نمیدونیم و به نظر من اغتشاش نیست، اینه که آیا چقدر تونستیم این خطوط ارتباطی رو ما روشن کنیم. میدونی اون اون چیزیه که ما دست به این تجربه میزنیم که بهش آگاه شیم. در واقع برخی از منتقدان معتقدن که ما نتونستیم خطوط ارتباطی و مثلا داستان مادر و دختر ما طراحیمون برای داستان مادر و دختر اینجوری بوده، میخواییم یه آدمی رو بذاریم توی فیلم جنراتی بیدقت، فکر کنیم که اون یه آدم نسبت به این بی قصه بودن ایده تماشاگرا قصه دارتره و میخواییم بگیم به تماشاگرا که اون آدم مسئولیت پذیرتر به نظر میرسه، اون آدم متفاوت به نظر میرسه، آدم نگرانتر به نظر میرسه. در این حال باگی که اون آدم داره میده توی قصه بزرگترینه. اگر اون به مسئول سینما بگه که این خنزر پنزری بیرونه، اون احتمالاً شب نمیاد اونجا، احتمالاً نمیره برای شام بیرون، احتمالاً درها رو اونجوری قفل نمیکنه و غیره و غیره و غیره. اتفاقات به این توی این زنجیره نمیفته. اما اون آدم وارد داستان میشه و آدمی که ما تا لحظه آخر فکر میکنیم که احتمالاً اون آدم هست که نگرانتره، با همین بدون داستان بودن نگرانتر به نظر برسه، اون اتفاقاً آدمیه که آخر داستان میره، آدمی که از ماجرای سینما نجات پیدا میکنه و میزنه بیرون، اما در این حال داره احتمالاً یکی از بزرگترین خطاهای داستان هم داره انجام میده. پس براش احتیاج به یه خط طراحی داشتیم، احتیاج به این داشتیم که با یه ایده بیارمش توی داستان و بالاخره با اون ایده بتونیم بکشونمش بیرون. ایده فرایند ما این بوده. حالا ممکنه به نظر برسه که اون ایده این خط و ربطی که ما داریم پیدا میکنیم رو پیدا نکرده، که این میشه دیگه حوزه نقد مثلا. برخی ممکنه میگم همه حرفی که ما داریم میزنیم تا قبل از شکل گرفتن محصول، بعد ممکنه وقتی این تماشاگر به فیلم نگاه کنه یا منتقد بهش نگاه میکنه بگه که با وجود اینکه شاید شما می‌خواستین این برداشت رو از این پارت بکنین، اما این پارت این کاری که شما دارید می‌خواید رو انجام نمیده. این دارین میگین که تک تک این جزئیات در واقع یک هدف دراماتیکی وجود داشته براش، حالا ممکنه یه ذره کم رنگ باشه یا مخاطب متوجهش نشه. بله، ما راستش برای کوچکترین جزئیاتی که توی فیلم قرار دادیم، برای کوچکترین جزئیات ایده طراحی کردیم. برای کوچکترین جزئیات، یعنی هر آنچه که شما میخواید توی فیلم ببینید، ما براش ایده هایی داشتیم که طراحی جزئیات. مثلا نگاه کنید تیمی که توی حیات ما، چون بیشتر الان متمرکز رو بخش تماشاگر داره، ما تیمی که توی حیاتمون هست، توی اون بچه‌هایی که در واقع هنرورها یا کسایی که لایه‌های پشتی و پشتی هستن، تیم کارگردانی که ما داشتیم، مجید عبدی، شهرز و الهی برادران و گلزار فرزانه، برای اینا و رضا آرپال به عنوان کسی که کنار من بوده بیشتر، آره و رضا، ببین اینا اومدن و برای تک تک این بچه ها یه چیزی گذاشتن. یعنی به نظر من این بخش آدم هایی که تو حیات هستن و هیچ داستانی ندارن و اصلا نمیبینیمشون و دیالوگاشون رو نمیشنویم و این پشت رو دارن با هم یه حرف میزنن، میرن میان و این کار رو میکنن. میخوام بگم من راستش به عنوان یه آدمی که کار فیلم انجام دادم تا حالا، میتونم مدعی باشم که حداقل اینا آدم های درخشانی هستن. خودم اینطوری فکر میکنم راجع بهشون. فکر میکنم که کنترل کردن این هنربرا توی این شکلی که ایده هاشون رو تکرار بکنن، آدم هایی باشن که ما بیاریم و توی میزانسن های دائم هی تکرار بشن و هی دائم کار امروز فیلم برداریشون و روز دهم فیلم برداریشون همین کارا رو بتونن کنن، همشون یه ایده ای داشته باشن درست در جای درستشون توی میزانسن جلوی دوربین و چیزای از این دست بواسن. میخوام بگم تا این حد ما روی جزئیات برنامه‌ریزی کردیم، ولی ممکن وقتی فیلم رو میبینید به نظر برسید که بخش تماشاگر خب چه اتفاق افتاده، یه عده آدم تو حیاتن دیگه، دارن با هم حرف میزنن، دارن میرن و میرن، ولی دوربین ما قراره از بین دستای اینا، از بین بدنای اینا یه آدمی رو اون تحت تو لایه پنجم نشون بده. خب کسایی که فیلم کار کردن میدونن که این مهمه که هر کدوم اینا کجا باستن،
هر کدوم اینا کی بچرخن، هر کدوم اینا کی از خواب برن بیرون، تک اینا اونقدر اهمیت پیدا میکنه. و اینجوری نیست که تو بری دوربینی تو بذاری وسط یه جمعیتی بگی خب حالا بازیگرامون وسط بازی کنن، اتفاق نمیتونه. خب اصلا که مخاطبه شما هم متوجه این دقت هستن و این مسئله هم که مطرح کردم بیشتر در قالب سوال بود که آقا این ضرورت ها از کجا میان. حالا این نکته آخری که گفتین، یه سوال دیگه ای که به ذهنم رسیده بود و پیش میاره درباره کارگردانی مشخصا اون پلان هایی که بارها داره تکرار میشه. یعنی این که مثلا فرض کنید که آقای چراغی پور یه اکتی داره توی صحنه ای و ما مثلا چند بار از زاویه های مختلف از در واقع ارتفاع های مختلف اکت ایشون رو میبینیم و این هی تکرار میشه. خیلی در واقع به عنوان فیلمساز و تکنیکی برامون توضیح بدین که در واقع این کارگردان این پلان ها چطور اتفاق میفته که هر بار که تکرار میشه عیناً همونه همون به نظر میاد. ببین راستش ما یه حسنی که کار کردن با بچه‌هایی که تئاتر کار کردن داره اینه که بچه‌های تئاتر چنین کارهایی رو بارها انجام میدن، تو شب‌های مختلف انجام دادن. من تا قبل از این که با گروه‌های نمایشی تئاتر، خصوصا مثلا گروه دون کیشوت و کارهایی که نسیم و گروه انجام میدادن آشنا بشم، تئاتر رو غالبا اینطوری میدیدم دیگه، یعنی میرفتم و در یک شب یه اجرایی رو میدیدم. برام جالب بود گاهی اوقات وقتی تئاتر رو میری دوبار میبینی و سه بار میری تئاتر رو نگاه میکنی، جالب اتفاقی که توی سن تئاتر میفته و اون همینه که میبینی اون بچه ها دقیقا همون کارهایی که شب اول و شب دوم، شب اول برای تو شورانگیز بوده و تو رو به وجد آورده، این همون کارها رو میتونن شبای بعد انجام بدن، این همون کارها رو میتونن شبای بعد انجام بدن. و وقتی با این پشت صحنه تئاتر رو با واسه کار این گروه میتونستم ببینم، برام این اتفاق جالب افتاد که چطور بچه ها دائم چیزی رو تکرار میکنن و انقدر این تکرار رو مال خودشون میکنن که تو هر بار دیدنش نو به نظرت میرسه. نظرم این یه ویژگی مهمیه که تئاتر با خودش داره و اونو تبدیل میکنه به یه هنر، چیزی که تو فکر میکنی بداهه حتی اتفاق میفته و فکر میکنی در لحظه داره اتفاق میفته، ناگهان متوجه میشی که محصول یه تمرکز روی تکراره، روی ایده تکراره. و همین دلایل بود که من موقعی که شروع کردم به فیلم کار کردن فکر کردم بهترین بچه‌هایی که میتونن مقابل دوربین باشن بچه‌هایی هستن که تجربه بازیگری در تئاتر رو داشته باشن و کاری تئاتری کرده باشن. اونا میتونن یه چیزی رو برای تو بارها و بارها تکرار کنن و هر بار نو و تازه به نظرت برسه، در حالی که نتیجه تمرکزه. من با مثلا سیاوش شراقی پور توی دو تا فیلمی که کار کردم، با همه بچه‌های هجوم توی تیمی که باشون کار کردم، اصلا چنین یه میزانسن سخت ما داشتیم توی ما جنایت بی‌دقت، اونجایی که معصومه بیگی، گرموش قهرمانی، بابک کریمی، این تیم دارن اونجا توی میزانسن دایره شکلی دارن بازیاشون رو تکرار میکنن. مسئله فقط سر زمان بندی نیست، مسئله سر اینی که اونا هر بار باید حس بازیشون و دیدشون و دستاشون و جایی که با میسن مدل را رفتنشون شبیه قبل تکرار بود، شبیه قبل انجام دادن، چون تماشاچی میفهمه که اینا دارن همون بازی رو دوباره و دوباره میکنن، ولی هر بار که این کارو میکنن باید از این مرحله عبور کنه که اینا دارن دوباره اون کارو میکنن، به این فکر کنه که این منم که دارم این میزانسن رو تکرار میکنم. به نظرم نکته طلایی اینه که با آدمای کار بکنیم که توی این موارد که این تکرار و تازه بودن رو میتونن تبدیل بکنن به ویژگی کارشون. ما اون میزانسنا رو عین تئاتر چیدیم و بعد اونو از زوایای مختلف فیلمبرداری کردیم. وقتی که این کار رو میکنیم میبینیم که آدم ها همون کار رو میتونن بارها و بارها برای تو انجام بدن و با جزئیات هم این کار رو بکنن. خانم احمدپور شما چیزی میخواین اضافه کنید به این سوال؟ خب برگردم یکم عقب درباره حالا یه سوال دیگه درباره اون موشکی که در واقع داره حالا اونجا اصابت کرده و حالا در نهایت پایان فیلم انگار به زمان حالم میرسه.
میخوام بپرسم که چقدر با این موشک باید استعاری برخورد کرد؟ یعنی توی همون در واقع مسئله بازتولید جنایت یا بازتولید خشونت، توی نقدها که نگاه میکنی گاهی مثلا گفته میشه که آره این در واقع یه جور استعاره ای از همون خشونتیه که قبل، یعنی اون مثلا 40 سال پیش اون سینما رو به آتیش کشید، حالا هنوزم داره کار میکنه و خیلی در واقع اون جنایت به این شکل داره در فیلم شما باز تولید میشه. ببین، من یه ایده‌ای داشتم سالها پیش و اون ایده رو آقای سعید ابراهیمی‌فر کارگردان، که کارگردان چیز هستن، کارگردان خوب سینما هستن، قرار بود که کار بکنن. اون ایده در مورد یه ایده مثلا دو صفحه برای آقای سعید ابراهیمی‌فر نوشتم. اون ایده در مورد این موشک عمل نکرده بود که توی یه جای پیدا میشد و چند و یه تیمی میرفتن که اون موشک رو خونسا کنن و اما گزارش هایی که بهشون رسیده بود میگفت که این موشک قبلا منفجر شده اینجا و آدرسی که اینا داشتن میدادن به اون تیمی که از ارتش رفته بودن و غیره بوده، بهشون گفت این تیم، این موشک اینجا منفجر شده و در واقع داستان رو این ایده پیش می رفت. حالا یه پایان و یه میانه و یه بدنه ای داشت. من این قصه رو سالها پیش برای آقای سعید ابراهیمی‌فر تعریف کردم و آقای ابراهیمی‌فر خیلی دوست داشتن و می‌خواستن که این فیلم رو اون موقع ها می‌خواستن کار بکنن. بعد خب آقای ابراهیمی‌فر بعدش یه سفری رفتن و بعد دیگه مدت فیلم کار نکردن و غیره و غیره. می‌خوام بگم بیس اولیه این ایده از کجا وجود داشت. این برمیگرده به سال بعد از ماهی و گربه. این ایده ما از اون موقع، موقعی که ما میخواستیم فیلم جنایتی بی‌دلیل رو کار بکنیم، فیلمی روی پرده سینما میخواست نمایش داده بشه و اون فیلم روی پرده سینما فیلم جنایتی بی‌دلیل بود. تماشاچی‌ها داشتن میرفتن اونجا که فیلم روی پرده سینما است که اسمش از جنایتی بی‌دلیل رو ببینن، با همه ایده‌هایی که راجب خود ارجاعی و نمیدونم غیر و غیره وجود داره. حالا ببین، معانی مختلفی توی فیلم به وجود میاد از این دست چیزی که الان شما دارید بهش میگید. به نظرم میرسه که یه پروسه ای رو طی میکنه تا به وجود میاد. همونطور که بهت گفتم توی جوابی که از سوال گفتم، بعضی از این معانی هستن که به وضوح در فیلم وجود دارن، یعنی فیلم مشخصا داره بهشون اشاره میکنه. آره، در به وضوح که مثلا بعضی از اینا معانی ارجاعی هستن، اینطوری که تو میگی، یعنی در واقع فیلم داره به چیزی در بیرون دنیای خودش داره اشاره میکنه و ارجاع میده. بعضی از این معانی رو بهش میگیم معانی که ضمنی هن. یعنی چی؟ یعنی در فیلم وجود دارن اما انگار ما پنهانشون کردیم و تحلیلگرها و تماشاگرها میتونن بهشون برسن و بپردازن. و بعضی از این معانی هست که معانی هستن که لزوما توی فیلم وجود ندارن اما بعداً به فیلم متصل میشن. مثلا من یه فیلمی ساختم، یه دفعه یه آدم سیاسی در موردش یه جمله میگه، اون موقع معانی که اصلا مربوط به فیلم من نیست ممکنه با یه باری پیدا کنه و روی فیلم من فیلم به وجود بیاد. میخوام بگم معانی مختلف که آدم از فیلم استخراج میکنن توی ابعاد مختلف کار میکنن، توی شکل‌های مختلف شروع میکنن به کار کردن و به وجود میان. حالا فکر کن که یه دفعه تو یه فیلمی ساختی، یه ایده‌ای توش وجود داره و اون ایده میاد توی شرایطی قرار میگیره با توجه به موقعیت‌های اجتماعی، با توجه به شرایط اجتماعی میاد و یه ایده تبدیل میشه به چیزی فراتر از اون چیزی که تو توی فیلم داری بهش میپردازی. در واقع ایده اصلی ما توی فیلم این بود که موضوعی از پرده سینما بیرون بیاد، حرکت بکنه، بیاد به سمت داستان، آفرین، از جهان فیلم بیرون بیاد و بیا توی جهان آتش زنندگان. مسیری که ما طراحی کردیم توی فیلمنامه اینه. مسیر ما چیزیست از دل از این که از فیلمی که روی پرده سینما داریم میبینیم. در واقع ما توی اون لحظه توی پایان فیلممون داریم چند تا ایده رو با هم دیگه یکی میکنیم، یه تغییر میزانسن داریم
که از قبلا رو صورت تماشاچی ها دیدیمش، حالا خودش رو روی پرده سینما می‌بینیم. در واقع تماشاچی های جنایت بی‌دقت تبدیل میشن به تماشاچی های گوزن‌ها. به این ترتیب ما لحظه آتش زدن سینما، چه فیلمی روی پرده سینما داره نمایش داده میشه؟ همون فیلم گوزن‌ها. ما می‌خوایم این دوتا رو با هم یکی بکنیم و می‌خوایم چیزی رو از دل پرده، از این چشمه‌ای که ازش تصویری رو بوده شده، تصویری ازش گرفته شده، ما می‌خوایم تصویر رو به چشم برگردونیم. ما می‌خوایم چیزی رو از دل اون پرده بیرون بکشیم و بیاریم. حالا ممکنه این ناگهان با یه ایده هایی که میگیم بهش ایده هایی در خارج از جهان فیلم، در مقتضیات شرایط زمان و چیزی از این دست، همسو بشه، همسان بشه و یه معانی دیگه ای هم تداعی بکنه. متوجه هم. من داشتم الان توی اینستاگرام قبل از اینکه بیام دکتر اینو توی صفحه آقای بابند بهپور یه جمله خوندم که هر مربوطه، نوشته بود که کسی که تا حالا گیتار ندیده توی ابرا نمیتونه گیتار ببینه، تصور کنه. و آدم ها بر اساس اون میزان دانش و حالا اتفاق و رویدادایی که براشون افتاده چیزایی رو میبینن در اثر هنری. منظور من اینه که جامعه ما میتونه دچار یه تجربه هایی باشه که هر چیزی رو بتونه تعبیر کنه بر اساس تجربه هایی که کرده. نمیشه بگی غلطه یا اشتباهه یا لحاظ این فیلم نیست، ولی نمیشه این رو لزوماً ما نمیتونیم تصاحب کنیم به عنوان نقطه های آگاهی در وجود خودمون. ای کاش میتونستیم. خیلی جذابه که بگیم بله همه اینها در حوزه در واقع تصمیم گیری ما بوده ولی خوب نبود. جامعه دچار تجربیاتیه که میتونه این کارو بکنه. دقیقا همون دیگه، کسی که گیتار دیده بنابراین گیتار رو در تصور میکنه. خب یه سوال دیگه من دارم و حالا قول میدم که دیگه کمتر وقتتون رو بگیرم، البته یه پرسش و پاسخم داریم در ادامه. درباره فیلم برداری فیلم، ما در طول فیلم بارها میبینیم که زمانی که دوربین داره فالو میکنه مثلا کاراکتر رو یا صحنه‌ای رو نشون میده، یه نوری از انتهای صحنه میتابه به دوربین و این دائما تکرار میشه. میخوام بدونم ایده شما درباره این، یعنی چه ایده پشت این قضیه است؟ ببین راستش میتونم بذار من به چند تا آدم اشاره بکنم که ما خیلی خودمون دوتایی خیلی ممکنه مغرور و وقتی هم که نسیم وجود داشته باشه، من خیلی مغرور راجبه اگر حسنی در فیلم وجود داره راجبه اون وقتی حرف بزنم احتمالا همه جهت ها رو به سمت خودم میکشونم، یعنی به نظر میسه همه چی مال منه، ولی در حالی که توی فیلمای من چند نفر آدم هستن که تاثیرگذارن خیلی زیاد. یکی از اونها مثلا امیر اثباتی به عنوان طراح هنری کارهای من، واقعا از اولین قدم ها آقای اثباتی هستن. ما وقتی مثلا راجبه فیلم نامه اصلا داریم حرف میزنیم، راجبه طراح اولی هم داریم حرف میزنیم، آقای امیر اثباتی صحبت میکنیم. حالا نقش آقای اثباتی مثلا چیه؟ ببین چند تا برای فیلم من یه ساختار چندگانه رو لحاظ میکنم و فکر میکنم که فیلم توی این ساختار چندگانه کار میکنه. یک، فیلم برداری، تدوین و صدا. این ستا رو در نظر بگیریم به عنوان چیزایی که خیلی فنی ما میشناسیمشون. ولی توی فیلمای من تدوین به هر حال حضور یا عدم حضورش، فیلم برداری و صدا، کاری که آقای پرویز آبنار انجام میده و کاری که آقای کلاری و آقای علیرضا برزنده انجام میدن توی فیلمای من، این ستا عنصر رو در نظر بگیر. به اضافه ستا عنصر دیگه، این ستا رو هم اضافه اگر بخوام بکنم، یکی رو باید بگم طراحی هنری، یعنی اون چیزی که بهش میگن طراحی اتمسفر فیلم. یکی رو باید بهش بگم طراحی ادبی یک فیلم، یعنی این چیزی که سناریو یا فیلمنامه وجود داره. و یکی رو بهش میگم طراحی فرمی که فیلم. برای من این شش تا ایده های اصلی شکل دادن فیلمام هستن. البته فکر می‌کنم باید قاعدتا برای همه اینجوری باشه، یعنی برای همه جهان باید اینا وجود داشته باشه، ولی من خیلی دارم روش تاکید می‌کنم، میگم این شش تا چطوری همه جهان فیلمای من می‌سازه. خب حالا تو این شش تا یکیش رو حتما طراحی و یکیش فیلمبرداری باید از اول بگم. مثلا در مورد ایده نور باید بگم علیرضا برازنده موقعی که سناریو رو داشت میخوند به یه چیزی اشاره میکرد، یعنی ما راجع به یه چیز کلامی حرف زدیم، با راجع به این حرف زدیم که چطور مثل یه آینه ما فکر کنیم میتونیم در مقابل یه برگردانی در مقابل
تاریخ داشته باشیم و غیره. در واقع این ایده آینگی و این تکرار و شبیه و دوتایی و اینا رو همش آره اینا ببین ببین میخوام بگم مدلش مدلاش از کجا داریم. از وقتی ما راجع به آینگی داریم حرف میزنیم راجع به این مدل دو، این مثلا تو هجوم هم وجود داره دیگه، شکلای دیگه‌اش تو هجوم وجود داره. مثلا وقتی آقای امیر اثباتی طراحی در باشگاه هجوم رو داشتن انجام میدادن، به ایده دو چهره بودنی که به چپ و راست نگاه میکنه، به بالا و پایین داره نگاه میکنه، به عنوان ایده آینگی داشتن نگاه میکردن به اون ایده. یا تبدیل کاراکترها توی آینه هجوم، وقتی که آینه ها توی آینه آدم ها دوتا هستن، توی جنایتی که دارن ما یه دالان تاریک داریم که توش کاراکترها رو مثل آینه توی یه لحظه داریم میبینیم. خب وقتی این حرفا رو داشتیم بله چشمه ای که منعکس نمی کنه یا بابک با من نقشه کسی که در آینه میره، وقتی این حرفا رو داشتیم میزدیم با تیم فیلمون، علیرضا یه پیشنهادی داد نوری که از آینه منعکس میشه چه فرایندی ممکنه برای ما داشته باشه، توی چه ایده ممکنه توی فیلم داشته باشه. در واقع اغراق میکنه ندیدن رو، یا یعنی یا مانعش میشه یا تشدید میکنه عمل دیدن رو. آره این دو تایی رو ایجاد میکنه، چیزی رو به چشم ما نوری شبیه به نور پروجکشن سینما به وجود می آورد، چیزی رو برای ندیدن به وجود می آورد، یعنی نقطه رو کور میکنه یا بزرگ میده یا کور میکنه. در واقع با این ایده داره کار میکنه. و وقتی علیرضا مطرحش کرد، خب ما با هم نشستیم فکر کردیم و به هم گفتیم که چه خوب این کار ما چقدر توی ایده ما چقدر کار بکنه. این در واقع همون ایده ای که توی فیلم هم هست، توی خود فیلم هم هست، چطوری که آره. ایده ای تکراری که شما مطرح کردین همون ابتدا هست، چطوری تو چیز رو داری در با رفتاری معکوسش هم انجام میدی. یعنی تو امانی باهاشه. ولی میخوام بگم ایده مال مالکیه. مثلا شاید یه بخشش مال امیر اثباتی اصلا از فیلمای قبلی، بخشش مال علیرضا برازنده است، از مثلا ایده‌ای که در فیلم برداری به ذهنش رسید برای شکل دادن این آینگی، و بخشش مال اون طرح ادبی میتونه باشه، یعنی چیزی که ما توی سناریو راجبش فکر کردیم کار کردیم. و یا مثلا کاری که میتونم بگم آقای آبنار در استایل صدا انجام میده، آقای آبنار انقدر خوب فهمیده ماجرای فیلم های منو، انقدر خوب فهمیده که در واقع در مورد طراحی صدا تقریبا میشه گفت که من جلسات مشترکم با آقای آبنار به حداقل رسیده، به خاطر اینکه مثل چیز بود، مثل کف دستش میمونه کاری که من دارم میکنم در مورد صدا. آبنار خوب میفهمه اصلا چه صدایی الان باید شنیده بشه، کدوم نباید شنیده بشه، کدوم باید بذاره و کدوم نباید. ما اصلا ایران نبودیم وقتی آقای آبنار فاینال صدا رو داشت انجام میداد، ولی انقدر مطمئن بودیم روی کاری که آقای آبنار داره انجام میده، مثلا اینکه به خاطر اینکه اگه بخواد چیزی رو فیلم اضافه بکنه و ازش کم بکنه مال خودش. میخوام بگم همه امتیاز مال توی بخش فنی کار مربوط به کارگردان نیست، میش دیدای ششگانه‌ای که گفتم. متوجهم. و به عنوان حالا سوال آخر، بحثای خیلی زیادی میشه کرد واقعا راجع به فیلم های شما، و خیلی خوشحالم که جزء اون فیلمسازایی هستین که اهل مصاحبه کردنی، چون خیلی ها ممکنه یه کاری بکنن بعد حالا میرن دیگه اصلا هیچ سوالی هم نمیشه ازش پرسید. درباره نظام ارجاعات فیلم های شما، این که حالا آدم وقتی به فیلم های شما فکر میکنه بیشتر از همه هجوم به ذهنش میرسه که کلی ارجاع به مثلا فیلم های مختلف داره. خب سوالی که به وجود میاد باز درباره همون جزئیات در واقع قصه های فرعیه، که همیشه مثلا وقتی که شما یه دیالوگی دارین تو هجوم که به نظر میاد که مثلا یه ارجاعیه به یکی از فیلم های آقای فرهادی، به نظر یعنی این سوال به وجود میاد که خب چرا اون فیلم مثلا، میتونی؟ یا مثلا در واقع خیلی فیلم های دیگه، حالا مثالاش گسترده میشه، درباره این یکم با همون حرف بزنید. ببین من فکر میکنم که قبلا یه بار یه گفتگوی انجام دادم و یکی از این چیزهاش که اون موقع گفته بودم من تو تاکسی هم فیلم میبینم، در واقع با آقای معززینی یه باری گفتگو برای مجله 24 انجام دادم و بهش گفته به آقای معززینی و آقای معززینی گفت چجوری فیلم میبینی؟ من به عنوان یکی بخوام بگم خیلی فیلم میبینم، مثل یکی هست میگه من روزی هزار تا فیلم میبینم،
معنی دقیق کلمه‌ش این نیست که روزی 1000 تا فیلم ببینه. من گفتم من تاکسی هم فرصت بکنم فیلم می‌گیرم. بعد دیدم خیلی ها این جمله رو درآورده بودن بیرون و میگفتن خب معلومه تو تاکسی باید به حرفای راننده گوش کنی، باید به حرفای مردم، باید به جامعه نزدیک شی، باید محیط بیرون رو ببینی، به سرت موبایل باشه فیلم ببینی. همون فیلم می‌بینی که اینجوری فیلم می‌سازی دیگه. ولی باید بگم که به هر حال در راستی تو تاکسی فیلم دیدن، باید بگم من به جهان سینما بیشتر از هر چیزی علاقه دارم. در نتیجه فیلم‌هام رو متأثر از جهان سینما می‌دونم بیشتر از هر چیزی. فکر می‌کنم که حالا نمیخوام از مانیفست ها راجع به هنر امروز بدم یا هنر معاصر یا چیزایی از این دست، ولی فکر میکنم ما در حال فعلا در دوره هستیم که در حال بازتولید هستیم و این بازتولید رو داریم از دل سینما به دست میاریم، از مجموعه فیلم ها داریم به دست میاریم، ما خودمون داریم این کار اینطوری انجام میدیم. پس باید بگم که ارجاع در فیلم ها تا اونجایی که منو بتونه به این دنیای سینما متصل بکنه برام وسوسه‌ای که جلوش نمیگیرم. مثلا در پرسیدی در مورد اون دیالوگ فیلم آقای میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بابک کریمی توی اون فیلم وجود داشت، حضور داشت، نه به خاطر اینکه من بخوام بگم فیلم ارتباطی داره پیدا میکنه با جهان فیلم‌های آقای فرهادی. ارتباطش برای من ممکنه در حد حضور آقای بابک کریمی به عنوان یه بازیگر باشه که توی اون فیلم حضور داره. پس میخوام بگم از جزئی ترین چیزها، از چیزهایی که به نظر برسه چه ربطی، چرا این فیلم، چرا این، تا مسائل بزرگتر و مهمتر، مسائل فرمی دار. مثلا چه میدونم ما تو جنایت بی‌دقت یه عالم پوستر داشتیم توی سینما، توی سالن سینما، انتخابشون از بین پوستر فیلم‌هایی بود که دارن جهان خودش فیلم در فیلم‌های ایرانی، سلام سینما، دو فیلم با یک بلیت، شبح کژدم، کلوزآپ، فیلم در فیلم‌های ایرانی رو تصمیم گرفته بودیم به عنوان پوسترای فیلم بذاریم. یعنی انتخابشون تصادفی نبود، در حالی که ممکن بود اگر دیالوگ فیلم چیزو بگی، جنایت بی‌دقت رو بگی، ببخشید فیلم یه پاشین مرجوب باشه، یه پاشین مرجوب باشه، را اگه بخوای بگی، میگم به خاطر اینکه بابک کریمی رو سر صحنه اونجا تو اون فیلممون هست. نه، میگم نظام ارجاعیش خیلی برام پهن گسترده است. آره، ولی یک میزانش یادمون هم نرم فیلم در حسار برون بر. آره، مجموعه این آره، یعنی حالا اینقدر هم صرفا به خاطر آقای ما فکر کردیم به این چرایش. میخوام بگم اگه به من رابطه همینقدر برام کفایت میکنه. واقعا میخوام بگم برام مهمه که فیلمم رو بتونم در یک مجموعی از فیلم‌ها بتونم یه جا براش پیدا بکنم، اتصالش بدم. چون فکر می‌کنم نظام به هم پیوسته قرارش فیلم‌های امروز اصلا همینجوری کار می‌کنن، یعنی در چسبیدن به جهان سینما که می‌تونن کار بکنن، باید اتصال داشته باشن. من می‌خوام یه چیز نه بفهم ادامه. نه آخه شما کامنت کنید صحبت. نه حالا شما ادامه بدید. فکر میکنم این نظام ارجاعی که تو کارهای شهرنامه خوردن به اون استراتژی که ما اساسا تو تولید فیلم و نوشتن فیلمنامه داریم برمیگرده. شهرنامه ما این کارو میکنیم معمولا که یه ایده ای رو شروع میکنیم تلخیصش کردن در ابتدا، خلاصش در همون چیزی که مفصل در روی جنایت دیده وقتی که حادثه رو تقلیب دادیم به روز رویداد، فقط اون روز رو انتخاب کردیم، شروع میکنیم یه حالا هر ماجرایی رو خیلی تلخیصش میکنیم، خیلی خالصش میکنیم و تبدیلش میکنیم به اون ابتدایی ترین نقطه شروع بشه. وقتی تو اینقدر یه چیزی رو تجزیه میکنی و خالصش میکنی، مرحله بعدی که احتمالا میداریم اینه که شروع میکنی انبوه کردنش. حالا شروع میکنیم هر چیزی که به نظرمون به هر ترتیبی مربوطه و فکر میکنیم که به کارمون میاد و اضافه میکنیم و الهاق میکنیم به اون ایده اصلی. خب توی این شکل تولید احتمالا تو داری متصل میکنه خودتو به یه سلسله ارجاع دیگه، چون هر چیزی رو تو داری از جایی میاری و خودت با این اثر مبدا داره ارجاع داده میشه به چیزی بیرون از خودش. احتمالاً این شکلیه که اثر میخوام یه چیزی بگم. ما فرض کن ما دنبال یه اسم میگشتیم بگه عادل. میخوام ببین من واقعا راجع به بزرگاش حرف نمیخوام بزنم، به نظرم بزرگاش واضحه. یعنی مثلا واضحه که من از گاس فنسنت خوشم میاد،
بازه که بلاتا رو دوست دارم، بازه که تارنتینو رو دوست دارم، بازه که حسیل اینا توی فیلم های من وجود داره، چون گنده هاش حرف نمیزنم. میخوام بگم حتی در کجا بابک به عادل عراقی میگه که میگه نامه نوشتم، میگه برای کی نوشتی؟ اینجا بعد اسم یه دختر رو میگفت، ما گفتیم بگه لیلا. چرا؟ چون با عادل یه فیلمی داره به اسم آشنایی با لیلا، خب و توی فیلم آشنایی با لیلا کاراکتر نقش کاراکتری رو بازی میکنه که عاشق یه دختری به اسم لیلا که اونو خانم لیلا آتمی بازی میکنه. این لیلا میتونست لیلا نباشه، میتونست مریم باشه، میتونست هر اسم دیگه ای باشه، ولی ما فکر کردیم لیلا به خاطر اینکه میخواستیم عادل رو توی فیلم ببینیم، یعنی میخواستیم یه چیزی باشه بین ما، بین من، بین عادل، بین فیلم عادل و فیلمش، عادل یراقی و فیلمی که کار کرده. میخوام بگم حتی ممکنه یه کلمه اینطوری اگر به من فرصت بده من ازش دریغ نمی کنم، چه برسه به یه نظام ارجاعی بزرگ که توی فیلم مثلا ممکنه طراحی بشه. اصلا برای خوبه میگه من یه اسکارلت ویچ هم برای خودم، اسکارلت ویچ هم برای خودم توی فیلم هجوم یه دفعه یه ایده است در مورد زنی که میتونه جهان ذهنی رو کنترل کنه. اون موقع اگه برادر اسکارلت ویچ میاد موهاش رو رنگ میکنه، دوباره برای من یه ایده است در رابطه با ایده اسکارلت ویچ کار میکنه، یعنی واندا ویژن برادرش، اون موقع برادر واندا ویژن اون موقع از دست رفته. حالا میدونم اینا ممکن اصلا برای تماشاگر ایرانی که داره فیلمو نگاه میکنه، ولی واندا ویژن چه مشکلی داره که وقتی راجع به برادرش داره فکر میکنه و این ایده رو چجوری کار میکنه. میخوام بگم مجموعه‌ای از همه این چیزا ممکنه یه موقع توی شکل کلام کار بکنه، ممکنه یه موقع در حد یه دیالوگی باشه که عادل بگه نامه رو برای لیلا دارم. یه اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که خب بعضی از این ارجاعات و معانیشون رو ممکنه مخاطب متوجه نشه که حالا چه زمینه معنایی در فیلم شما ایجاد میکنه این ارتباط، و به خصوص برای حالا سینفیل ها، کسایی که اون فیلم هایی که شما بهشون ارجاع دادین قبلا دیدن، اتفاقی که میفته اینه که به نظر میاد براشون که شما دائما میخواین تأکید کنید که این یک فیلم است و ارتباط داره با فیلم های دیگه، یعنی یه فاصله گذاری انگار داره اتفاق میفته. درست میگم؟ فعلا برای من حداقل تا الان که دارم کار میکنم این اهمیت داره، یعنی تماشاگر فیلم رو خودش رو خود فیلم رو به عنوان یه محصول تولید شده بهش نگاه بکنه، نه به عنوان چیزی که نمیدونم غرق شه در جهانش و فکر کنه که فاصلهش رو در زیر مجموعش قرار گرفته. این حالا در تضاد با اون چیزی که میگن احتمالاً یک کارگردانی که به تکنیک اهمیت میده میخواد تماشاگر رو مبهوت کنه، میخواد تماشاگر رو خلق اصلاح کنه. اتفاقاً به نظر من سینمای داستانگو این کارو میکنه. در واقع سینمای داستانگو تماشاگر رو زیر مجموعه خودش قرار میده و اونو خلق اصلاح میکنه. نه سینمایی که دائم داره بهتون میگه من داری فیلم میبینی یا داری فیلم میبینی، اون که دائم درسته. خیلی ممنونم. حالا من کامنت ها رو باز میکنم و امیدوارم که از این نشست خسته نشده باشیم. نه، ما ولی سوال ها رو خودتون میخونیم دیگه. آره حتی سه تا سوال اینجاست. گفتن من 20 دقیقه آخر فیلم همش احساس میکردم الان سینمایی که داخلش هستم امکان داره آتیش بگیره. حالا این سوال بعدی این چیز جالبی بود بر خود ما بخواییم کوتاه. آره ببین، گفت شهرام همون ابتدا من دارم از تئاتر میام. ماجرا اینه که خیلی برای ما وقتی داشتیم فیلم رو کار میکردیم جالب بود که آیا میتونیم در تداوم با تجربه‌ای که شهرام میکنیم تبدیل بکنیم به اگر تماشاگر می‌دونی سه تا لایه تماشاگری تو فیلم وجود داره. تماشاگری در واقع لایه تماشاگری که در لحظه داره توی سینما فیلم ما رو می‌بینه. خب این رو هم اضافه کنیم به یکی از این سه تا لایه که میشه لایه چهارم ما در واقع، و احساس کنه که هر لحظه یعنی تبدیل بشه به یه اجرا، یه پرفورمنس. و به نظر درباره این هیچ صحبت نکردیم تا اولین بار از یکی از تماشاگری نشنیدیم و فکر کردیم که پس ظاهراً داره این اتفاق میفته. یه تلاشی بود در تبدیل کردنش به پرفورمنس. که تو فکر کنی نفر بغلیت ممکنه
همون آدمی باشه که الان داره از سینما میره بیرون. اون اول یه جا خوب یه جا دیگه بچه کامنت گذاشته بود که ما رفتیم سینما، برق سینما رفت کردیم این بخش از فیلم. و اینکه یه لایه ای به این تماشا چیه، یه لایه ای به لایه فیلم اضافه بشه. آره، حالا یکی از دوستای من فیلم شما رو توی خود موزه سینما دیده بود و حالا واسه اون دیگه خیلی تجربه وحشتناک تری، یعنی اومده بود بیرون. آره، و آره، خود راه پله و سالونا و واقعا من تو توصیه‌ای که به بعضی از آشناها و دوستان کردم، کسایی که میتونستم بهشون بگم، ازشون خواهش می‌کردم بریم توی موزه سینما فیلم رو ببینید. دیگه گفتن که چه متغیرهایی مانند زمان برای کار خلاقانه جذاب میدونه. متوجه منظورشون نمیشه. آیا آقای مکفی به جز متغیر زمان متغیر دیگه ای یا خواسته به عنوان یک ایده ساختاری بره سراغش؟ فکر کنم راجع به اینا خیلی صحبت کردیم، حالا باز نکته ای اگه اضافه تر میدونم. فکر کنم شاید بعضی سوالایی بوده که آره. مثلا چیز شده توی، یعنی قبل از شاید بحث ما بوده بعضیش. آره گفتن موشک توی فلان آخر نسخه که تو سینماها اکران شده سانسور شده. راستش چطوره که بریم سوال بعد؟ آقای مکفی لطفاً فیلم بعدی موقع ساختن موسیقی به مخاطب بدبخت فیلم توجه کنید که داخل سینماهای بیکیفیت ایران شنواییش رو از دست میده. من گوشام رو از صدای بلند موسیقی از دست دادم. ببین راستش اینم یه نکته دیگه، من تازه خوندم که آقای که کارگردان ده بتمن فیلم جدیدی که این روزا داره اکران میشه، فنی فیلم رو یعنی مشخصات فنی فیلم رو برای همه سالونا فرستاده که تنظیمات سالن سینما روی این مشخصات فنی باشه و فیلم رو پخش کنید. میفهمم که این امکانات تو سینمای ایران وجود نداره. اگر منظورتون حالا موسیقیه که اون یه بحث دیگه است، اگر منظورتون اون چیزی که توی برمان باندهای صوتی و صدا و تنظیمات و حتی پخش و پروژیکشن وجود داره که دیگه به هر حال معذرت میکنم، اما کاری نمیشه کرد نگار برای فیلم های سینمای ما که هر سالونی هم نیستن و سالون کوچیکا و سالون های هرچی غیر استانداری تر نگار که بیشتر جایی گفتن سلام، ارجاعات از کارگردان ها و فیلم ها چطور و در چه روندی شخصی سازی میشه؟ چرا که این سالها شاهد فیلم هایی هستیم که انگار صرفا عرض ارادت میکنن به کارگردان ها و فیلم ها. بله، من فکر میکنم یه لایف داشتم با انجمن سینمای جوان در مورد شخصی سازی در سینما، یعنی اینکه شما به سبک شخصی می‌رسید. اگر امکان داشته باشه اون دوستی که سوال کردم اون لایو رو ببینن، چون مفصل یه ساعت و نیم در مورد اینکه روش‌های شخصی سازی چیه تو اون لایو حرف زدیم. گفتن قبل از تماشای جنایت بی‌دقت بهتره چه کتابی بخونیم یا چه فیلمی ببینیم؟ کتاب آقای کریم نیکونظر، اگر دوست دارم سینما رکس رو بدونم. آره، به نظرم اون کتاب خوبیه، تازه منتشر شده، کریم نیکونظر کتاب در مورد سینما رکس و نشر چشمه. فکر میکنم که از این منظر که یه جوری دارن بقای نویسی میکنن در مورد اون اتفاق، خیلی کتاب جالبیه، خیلی هم شیرین و روون و راحت نوشته شده و در نتیجه مستند کاملا. ولی کتاب فیلم دیگه لازم نیست به نظر من، ببخش خود فیلم رو ببینم. ولی این نمای سینما رکس ساخته شده، همین سینما رکس، سینما رکس، کاری که خانم مهتریان الان توی اون تجربه باید اکران باشه، مستندی با بازماندگان ماجرای سینما رکس، شاید جالب باشه. گفتن لزوم وجود سکانس پارک کردن ماشین جلوی سالن سینما چی بود؟ همون ایده ای که داریم الان راجبش حرف میزنیم، فکر کنم راجب مادر و دختر ما یه گپی زدیم با هم دیگه. آره. از کجا داریم به کجا میره؟ چرا کاملا دیلیت شده به نظر میرسه تبدیل بکنه به یه لحظه توی فیلم، میدونی؟ در واقع من سر کلاسان داشتم راجبه همین میخوام بگم، راجبه چیز گانگل با بچه ها حرف میزنم سر کلاسان،
بن افلک میاد، حتی خاموش کردن ماشینا تو فیلم‌ها نمی‌بینید. بیشتر اینجایی که توی فیلم‌ها نمی‌بینید پارک کردنه. ماشینا وا میسن، آدم‌ها ازش پیاده میشن. چون یه زمان مطلقاً تلف شده است. یه زمان مطلقاً، یعنی به درد نخورترین زمان توی فیلم انگار پارک کردن ماشیناست. نمی‌بینیم که چجوری ماشینا رو پارک می‌کنن. ولی ما می‌خواستیم فقط نگاه کنیم. خب این زمان مرده رو در واقع با چه ایده ای اینقدر گسترش دادی؟ ببین با ایده ای که توی خود فیلم به نظرم وجود داره، در واقع زمان مرده اصطلاح جالبیه. به نظرم میرسه که انگار مواجهه ما با تماشاچی این فیلم با همین جمله زمان مرده، به نظر انگار کنار همدیگه میشینه واقعا. با همین یک کلمه، با همین یک ترکیب اگه بخواهم آوردن نوشابه ها هم همینطوریه. نوشابه ها از اون بالا مفصل از پله ها میان پایین، میان پایین، میان پایین. آدم از خواب میره بیرون، دوباره میاد نوشابه رو میاره پایین. اونا هم همون کار رو میخوایم بکنه که پارک کردن ماشین داره میکنه مثلا. حالا یه سوالی تو پرانتز، شما چقدر تاثیر سینمای سایمینگ لیانگین، حالا خیلی خارج از بحث، چون بحث زمان محبوبم. من تو فستیوال فیلم ونیز اون سالی که ماهی عبور برداشتم، ایشون جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی رو گرفتن. به شاید از هر لحظه برای من جالبتر این بود که باهاش رفتم عکس گرفتم، به عنوان یه آدمی که خیلی طرفدارش بودم و خیلی کارگردان یکی از کارگردانه خیلی محبوبم بود. بله، وقتی ما داریم به زمان مرده حرف میزنیم حتما باید ایشون رو مد نظر قرار بدیم. درسته. پرسیدن چه راهی برای ثبات دیدگاه و ایدئولوژی دارید؟ راستش نمیدونم، سوال خیلی کلیه. نه اصلا من متوجه خیلی دقیق. چه راهی برای ثبات دیدگاه و ایدئولوژی دارید؟ مگه ثبات دیدگاه؟ منم مطمئن نیستم اصلا کار خوبی باشه. منم باید ثبات بهش ولی فکر میکنی؟ من سوالشون زیاد بود، منم نفهمیدم ولی فکر میکنم. چون نمیدونم مثلا آدم ثبات دیدگاه داشته باشه خوبه یا نه، یا ایدئولوژی ثابت داشته باشه. شاید منظورشون اینه که حالا طی سالها سعی کردین که خیلی فرمالیستی با سینما برخورد کنین، یا مثلا فرمایی رو تجربه کنین که خیلی انگار در یک راستا هن. و سوالشون اینه که چطوری این ثبات رو حفظ میکنید؟ آیا آمدانه است؟ آیا لحظه که برام جذاب باشه و برام پرسش توش وجود داشته باشه جالبه واقعا. اینجوری بهش نگاه نمی کنم که پس من چون اینجوری فیلم ساختم دیگه الا بلا باید اینجوری فیلم ساختم، ولی کماکان برام ایده داره توش جالبه. تا اون موقع، تا لحظه که فکر بکنم میتونم بهش فکر کنم، جهان ناشناخته‌ای برام، توش کار میکنم. گفتن استادان فروتن دوست داشتنی، تشکر از مدیریت نشست. مهمترین ویژگی فلینی از نظر شهرام مکری و مهمترین فیلم فلینی، ارجاعات به فلینی در فیلم شما به خاطر علاقه وافر به فلینی هست یا صرفا به خاطر شباهت دیدگاه شاعرانه به دنیا؟ بهترین فیلم فلینی از نظر من 8.5 و از قرن البته فلینی که آدم همین فیلماشو، ولی ببین اون شباهتی که وجود داره نمیدونم، من فکر میکنم که فلینی واقعا فیلماش مثل یه دریا و اقیانوس میمونه، آدم از هر منظری هر بار نگاه میکنه. شاید تنها چیزی که میتونم به عنوان شباهت ببینم احتمالا مثلا مدل شکل اجرایی میزانسن، وقتی که داریم راجع به میزانسنهای انتقالی حرف میزنیم، که من نگاه کردم فیلمی رو و سعی کردم یه بفهمم اون میزانسنها چجوری کار میکنه، ولی به نظرم شباهت باید مثلا بگیم سورنتینو فدی مثلا، اینجوری شباهت درست تری از ماکت برای فیلم استفاده میکنید و تا چه مرحله آن را پیش میبرید؟ بله، ماکت و حتی به شکل ماکت به اون مفهوم کلاسیک معمول شاره ما در مایوگربه و به لطف آقای اسفاتی شبه ماکتی از ماجرا طراحی کردید. اگر منظورتون از ماکت اجرای ماکت قبل از شروع فیلم برداری، قبل از اینکه کار فیلم برداری در برخی از صحنه‌ها و در برخی از فیلم‌ها این کارو می‌کنم. در فیلم حتی آقای اثباتی که در برنامه به ضرورت
براشون یه ماکت واقعا ساختن. علاقه آقای اثباتی اساساً یکی از علاقه های جدیشون اگه منظورشون ماکت به اون مفهوم کلمه ماکت، ولی اگه منظورشون ماکت فیلمه، یعنی نسخه اولیه از فیلم درست کردن برای بعضی از صحنه‌های اون ماکت، یعنی در واقع شرکت دستی درست کردن ماکت فیلم رو. بله. عکسی از این چه دید یا حالا جایی منتشر کنید؟ آره میتونید. حالا ممنون میشم. بلوری داره توی اینجا در آمریکا داره بیرون میاد از فیلم و از فیلم و یه دفترچه‌ای داره توی دفترچه‌اش بعضی از چیزا مثلا نقشه‌های لوکیشن و اینا داره بیرون میاد. آره. اگه خیلی ممنون میشم که با فیل هم به اشتراک بذارین که ما بتونیم در برش صحبت کنیم. آره. بله داشتم. آره. پرسیدن میشه بفرمایید نگارش فیلمنامه کی به پایان رسید؟ جنایتی بی‌دقت. جنایتی بی‌دقت رو ما من تو سالا خیلی خوب نیستم، ما فکر میکنم که 98 اوایل 98 بکنم اردیبهشتینا فیلمنامه‌مون رو ثبت کردیم توی یا حتی اواخر 97 یا اوایل 98 ما فیلمنامه‌مون رو ثبت کردیم توی چیز ارشاد یا خانه سینما به خاطر همون ماجرای شماره ثبت. ما اون موقع فکر کنم فیلمنامه تموم شده بود، چون ما مهر 98 دیگه فیلم برداری نداشتیم، مهر 98 سر تدوین بودیم. آره فکر کنم اوایل 98 ما فیلمنامه رو ثبت کرده بودیم، اولی 97 تموم شده. آره 97 تموم شده بود. ما یه نسخه اولیه ازش داشتیم، بعد نسخه اولیه رو کوتاه‌تر کردیم ما اصلا بکنم اواخر 97 ما یه قراری که نسخه فینالی که برای آقای امیر اثباتی کنیم اواخر 97 درسته. گفتن لطفا به کلاب هاوس جوین شین. بلد نیستیم راستش، نه اینکه حالا خیلی هم بلد نباشیم ولی خیلی نفهمیدیم شانس. آره. ولی آره تو فکرش هست ولی نمیدونیم چیکار باید باشه. گفتن شما امیدوار میکنید ما رو به سینما جناب مکری. میگن ممکنه کسی براتون فیلمنامه بفرسته شما کار کنید؟ راستش تا حالا این کارو نکردم و فکر میکنم چون الان هم فعلا داریم دو تا فیلمنامه کار میکنیم، حداقل تا یک چند سال آتی نه این دو تا فیلمنامه رو باید به سنجام رسونیم. همه فیلمای ما هم من خیلی کم کارم توی فیلم همونجور که پیداست در طول همه سالا دو سه تا بیشتر فیلم سه چهار تا بیشتر فیلم نساختم و در این چه اعتماد تا دو سه سال آینده نه. گفتن میشه یکم در مورد پیر شبدر و بله صحبت کنید؟ آره. پیر شبدر چی بگیم آخر راجبش؟ پیر شبدر معلوم نیست مرده یا زنه، نمیخوایم ببینیمش. آره نمیدونم راجبش ببین یه بار من یکی از دوستان منتقد که خیلی صلاح همون میخواست گفت راجبه همه چیزایی که توی فیلم وجود داره آدم نباید حرف بزنه. خیلی سعی کردم همیشه حرفشو گوش کنم و بعضی جاها که فکر میکنم که ممکنه یه چیزایی راجب فیلم بگم که دیگه خیلی به نظر برسه هر آنچه که در ذهن من از چیه این کار نمی کنم. آره فکر میکنم که نه من نگران سیف کردن لایوم، وگرنه ما تا خود صبحم صحبت کنیم شخصا مشکل نداره. گفتن که کارگردان ها همه مؤلف هستن، به نظرتون اینطوری بهتره؟ ببین اون چیزی که بهش میگیم تئوری مؤلف یا نگری مؤلف، خب قطعا در مورد همه کارگردان ها اگه بخوایم همون تئوری رو به کار ببریم صادق نیست و خیلی از کارگردان ها رو نمیتونیم در دسته کارگردان های مؤلف قرار بدیم. اما معناش هم نیست که کارگردان مؤلف به نظر من معناش نیست که کارگردان مؤلف همه کاراش به نسبت به کارگردانی که اون رو مؤلف نمیدونیم بهتره یا تولیدات بهتر هستن.
اون طبق تئوری مؤلف نه همه کارگردان ها مؤلف نیست. حالا سوالا زیاده، من سعی میکنم مهمترها رو بخونم چون بعضیاش هم صحبت کردیم قبلش. گفتن بلاکینگ و بلاکینگ رو چجوری یاد بگیریم و اگه ممکنه منبع معرفی کنید. بلاکینگ خب به نظرم بهترین روشش اینه که به یک کلاس آموزش کارگردانی مراجعه کنید، یعنی یه جایی که بتونن به صورت رسمی راجع به حرکت دوربین و موقعیت بازیگر و این چیزا بتونن بگن. در مورد منبع فکر میکنم اگر از من بپرسید امروز منابعی که در یوتیوب وجود داره به عنوان منابع تصویری رو بیشتر توصیه میکنم تا منابعی که توی چیز هست، تا منابعی که به عنوان کتاب منتشر میشه. یه ذره کتابا مثلا تا بیاد و ترجمه بشه و چاپ بشه و اینا ممکنه این قوانی از روش بگذره. در اینچه فعلا فکر میکنم که سراغ واژه شناسی در مورد فیلم یا دیدن نمونه از روی یوتیوب بگردید. یوتیوب مدرسه بزرگه. اینقدر سوال زیاده من واقعا نمیدونم کدوم الان باید بخونم. بذارید گفتن قبل فیلم برداری چقدر با بازیگرها تمرین میکنید؟ زیاد راستش ما پروسه تمرین یکی از پروسه های مورد علاقه همونه سر فیلم، یعنی با بچه‌ای که فیلم کار میکنیم سر هجوم و ماهی و گربه که اصلا همیشه رو تمرین داشت شکل میگرفت. یعنی ما میرفتیم سر صحنه فیلم برداری و یک ماه و نیم تمرین میکردیم و بعد شوت میکردیم. توی فیلم جنایتی بی‌دقت به نظرم میرسه که اینجوری نیست که دوربین رو روشن کنیم بگیم بازیگر رو برن جلوی دوربین، حتما این چیزی از قبل تمرین شده است برای اینکه جلوی دوربین. آره به بداهه خیلی خوشبین نیستم من. میگن تدوین فیلم رو با چه نرم افزاری انجام میدید؟ پریمیر. فکر میکنم که الان نرم افزاری که بتونم پیشنهاد بدم کلن برای تدوین بین این چیزایی که رایجه، یعنی اوید، ادیوز، پریمیر، الان این روزها پریمیر. ورژنای متأخرش خیلی ورژنای آپدیتی برای کار کردن. خب اشاره کردن که محدودیتی لایو نداریم برطرف شده، خب خدا رو شکر ما میتونیم همجوری ادامه بدیم. گفتن که وقتی یه اثر هنری اینقدر پیچیده است که تقریبا 90% مخاطب متوجه حرف فیلم نمیشن، کارکرد اثر هنری چیه؟ چون من تقریبا میدونم فیلم جناب مکری راجع به چیه. این که اون 10% رو تو پیدا کنیم به نظرم این بزرگترین کار کرده اثر هنری در چنین شرایطی. یه 10% پیدا کنی و بعد فکر کنی که این 10% رو چطوری میتونی تبدیل بکنی به 11%، 12%، همینجوری اضافه بکنی. ضمن این که یه نکته هم بگم، ببین ما رابطه اثر هنری و تماشاچی یه رابطه در لحظه نیست، میتونیم امیدوار باشیم بهش که یک رابطه در طول زمان باشه. مثل کتابی که ما در نوجوانی میخونیم و بعد در بزرگسالی میخونیم و رابطمون باهاش فرق میکنه، مثل فیلمی که مثلا در تاریخ سینما هو میشه ولی بعدها توی نسل‌های بعدی رابطه متفاوتی باشه به وجود میاد، اتفاق متفاوتی باشه. دیگه هم برای فهمیدن وجود داره که من با همیشه برام سوال میمونه اون چیزی هم که ما دریافتمون از خود عملیات فهمیدنه میتونه جای صحبت داره. یعنی گاهی ما تصوریم که نمیفهمیم یا فهمیدن یه فرایند خیلی پیچیده فرض میکنیم، در واقع ارتباطمون برقرار با اثری ولی تلقیمون اینه که ما نمیفهمیم. یعنی فکر میکنیم که نفهمیدیم ولی اون چیزی که فهمیدیم همونیه که توی فیلم وجود داره. گفتن به نظرتون مطالعه مهمتر یا آزمون و خطا و تحقیق در فیلم سازی؟ به نظرم آزمون و خطا در امر فیلمسازی خیلی نکته مهمی. یعنی اگه بخوام بگم کدوم یک از این دوتا بیشتر احتمال داره فیلمساز خوبی بشن، اونی که دوربین دستش میگیره و میسازه و به نتیجه میرسه، تا اونی که میخونه، به نظرم اونی که دوربین دستش میگیره نزدیکتر به نتیجه خوبه. و توی فیلمسازی رو فیلمساز باید فیلم بسازه، اینجوری اسمش میشه فیلمساز. ولی من به عنوان یه آدمی که تو دانشگاه کار کردم، نمیدونم معلمم،
و همه این چیزا رو دارم، خب قطعا امتیاز قائل میشم برای بعد تئوریک، خیلی هم امتیاز قائل میشم. اما اگه بخوای به من بگی فیلم ساز کیه، میگم اونی که دوربین دستشه. گفتن استاد کدوم رو ترجیح میدین، دغدغه داشتن و ساختن حتی اگه تابو باشه، یا به نحوی ساختن که دیده بشه؟ من فکر میکنم که خیلی سوال سختی. ببینم میتونم در مورد خودم بگم، یعنی آدم با آدم به نظرم این میتونه فرق بکنه جواب دادن به این سوال. اگر به کارنامه کاری خودم بخوام نگاه بکنم، من در طول سالیان طولانی که در حوزه فیلم دارم کار میکنم، تعداد آثار خیلی کمی رو تونستم تولید بکنم. اما پیشنهادم مدل خودم راستش، پیشنهادم اینه که آدم ها یه جوری فیلم بسازن که بعد بتونن بشینن راجبش حرف بزنن، بتونن راجبش نخوان پنهانش بکنن، نخوان بگن این نه اینو نگاه نکنید، این کارو من در یه شرایط ساختم که اینجوری بود، این کارو در یه شرایط ساختم که اینجوری بود. کمتر بخوام از این حرفا بزنم. گفتن یه ویژگی فیلم شما که عجیبه برام اینه که توی سینما خیلی فرق داره با دیدن توی تلویزیون. شما خودتون موقع ساختن فیلم رو مخصوص پرده سینما و دیدن با دیگران می‌سازید، یا یعنی اینکه باید تنها دید؟ راستش خیلی خوشحالم علی این رو به عنوان یک کامنت مثبت در نظر میگیرم. فکر میکنم که فیلم ها یه جوری یه ظاهر غلط اندازی داره، و اونم اینه که تجربه دیدنشون تو سینما و تلویزیون ممکنه شبیه به هم به نظر برسه، ولی من خودم از دیدن فیلم خودم روی پرده راضیم، روی پرده سینما راضیم تا وقتی که اون رو توی تلویزیون میبینم. امیدوارم اینجوری، سعی میکنم اینجوری طراحی کنم فیلم ها رو که روی پرده سینما باشن. اصلا ماهی و گربه رو نباید جلو بزنی، تو تلویزیون که میبینی میتونی این کارو بکنی، میدونی تو باید عذاب دیدن فیلم رو تحمل کنی. در واقع نحوه دیدنش درباره اینو صحبت کردیم که خودش یک پرفورمنسیه، یه امتداد در دیدن و قطع نشدن این چش خودش داره اون در واقع برمون میده اجرایی. ولی خب هیچ وقت نمیتونی تماشا چی رو مجبور به این رفت بکنی، خیلی امیدوارانه میتونی برخورد کنی، امیدوارم کارو بکنی، یعنی اتفاق مضاعف میفته در صورتی که در سینما ببینه. به نظر سوالات واقعا زیادن، امیدوارم تمام کنیم، یعنی بتونیم همه رو پوشش بدیم. یک لحظه من برم بالا. حالا تو پرانتز میتونم از شما بکنم، چون من مجبورم، فکر میکردم یک ساعت در نظر گرفته بودم و الان این دو ساعت من باید برم. از من میتونم ادامه بدم. خیلی خیلی من عذرخواهی میکنم. خوشحالم خیلی قربان. من همینطور خیلی شرمنده که مجبورم. بله. البته دور و برای منظورم که تجربه دوربین میگیرم. آره آره بعدم خیلی متشکرم. قربان شما. سلام. گفتن 5 تا کتاب پایه برای فیلمسازی معرفی کنید. 5 تا کتاب پایه، من راستش یه لیست درست میکنم به بچه های کلاسم میدم، ولی اگر بخوام 5 تا شایدم بگم، توی ترجمه شده به فارسی 2 جلد نما به نما رو میگم چگونه کارگردانی کنیم، و میگم از آرخون که یه ترجمه هایی ازش وجود داره که به اسم دستور زبان سینما یا گرامر فیلم. فکر میکنم که من یه کتابی رو یحیی نتنزی داره که میدونم نمونای دیگرش هم هست، در مورد ژانر فیلم صحبت شده، اونو پیشنهاد میکنم به عنوان یک کتابی که آشنایی پیدا بکنیم با قوانین و فرمولای ژان. این تا حالا شد 4 تا. حتما یک کتاب در زمینه فیلم برداری بهتون معرفی میکنم که بخونید، هر کتابی که راجع به لنز ها داره حرف میزنه یا راجع به رابطه کار فیلم بردار داره حرف میزنه. فکر کنم اینا رو به عنوان فعلا کتابای پایه دارم میگم. یه سوال جالبی پرسیده بودن رفت بالا متاسفانه، درباره چیز بود، اینکه توی جنایت بی‌دقت دائما عمق میدان تغییر میکنه، اینکه این یه چیز، حالا چطوری اتفاق افتاد و این ایده از کجا اومده؟ ببین جنایت بی‌دقت با 3 تا استراتژی دوربین و 3 تا استراتژی لنز کار شده. دوربین توی بخشای تکبلی آتش زنندگان در واقع با یه لنز
85 داره فالو میکنه کاراکتر اصلی رو که ابوالفضل کاهانی باشه، توی بخش تماشاچی ها داره با لنز 50 داره اسم چیه داره تماشاچی ها رو زیر نظر داره و روی سپایه است و فقط به چپ و راست حرکت میکنه، و توی بخش فیلمی که روی پرده سینماست با لنز 75 خیلی کلاسیک و روی ریل داره کار میکنه. یعنی منظورم اینه که یه عالم پلانای رفت و آمده این شکلی داره و خیلی دکوپاژ کلاسیکه. این ستا همونطور که گفتن دوست مادرسالشون، یعنی عمق میدانای متفاوتی از یعنی استراتژی دوربین متفاوت، ولی ما سه تا طراحی داشتیم براش هر بخش جدا. گفتن یه نحوه ارتباط معرفی کنین، مثل ایمیل یا هر چیزی که بشه پیامی داد بهتون. فکر کنم الان رو صفحه اینستاگرام من سعی میکنم راستش تا اونجایی که ممکنه پیغام رو بدم. الان فکر کنم من توی لایف ایمیل بگم بعدش آها یه چیزی رو بگم فقط، اونم اینی که میخوام از بچه ها خواهش کنم اگر یه مثلا من حتی به ایمیل یا به فیلمنامه رو اگر میخوام به کسی بفرستم ناگهان این کارو نکنن، یا یه فیلمنامه نفرستن برای یه آدمی و بگن اول بپرسن بعد بفرستن. نه به خاطر اینکه بخوام بگم وقت آدم گران به آسینه، اینا رو از بابت مسائل مربوط به کپی رایت و قوانین از این دست میگم، چون دو سویه است. از یک سو ممکنه حق شما به عنوان کسی که دارید میفرستید فیلمنامه رو ضایع بشه، از یک سو ممکنه برای اون کسی که دارین فیلمنامه رو براش ایمیل میکنین مخاطره آفرین باشه، چون بعدن هر ایده ای رو که اون به عنوان فیلمنامه نویسه شما ممکنه بگین من اینو در فیلمنامه ای که برای شما ایمیل کرده بودم بود، چه حالا من ایمیل رو باز کرده باشم چه نکرده باشم. در نتیجه اینو با یه هماهنگی انجام بدین. ولی فعلا کانسپت پیشنهادی شما برای فیلمسازان جوانی که بین تکنیک و داستان برای پیشبرد بهتر گیر کردن چی هست؟ من فکر میکنم که ما ببین خیلی راستش به عنوان یه معلم راحت تر میتونم در چه مواردی اظهار نظر بکنم تا به عنوان یه فیلمساز. در نتیجه اون بعد معلمی رو در جواب این سوال در نظر میگیرم. فکر میکنم که ما باید به یکی از دو سر تیپ نزدیک باشیم، یعنی یا فیلمسازی باشیم که دوست داریم کارهای رادیکال انجام بدیم، یا فیلمسازی باشیم که دوست داریم در حوزه سینمای داستانی دارم میگم، یا فیلمسازی باشیم که دوست داریم یا قصه ها رو به بهترین شکل بگیم، قصه ها رو به بهترین نحو بیان بکنیم. اون وسط بودن هیچ وقت کارساز نیست. یکی از این دوتا باشیم، یا خیلی خوب قصه تعریف کنیم مثل اسپیلبرگ، مثل جیمز کامرون، مثل جورج لوکاس، مثل رابرت زمکیس، یا خیلی رادیکال باشید مثل گودار، مثل بلاتار، مثل گاس ون سنت، مثل نمیدونم آنتونیونی، مثل این آدم ها. اون وسط موندن همیشه بیشتر آدم ها اون وسط هن. مشکل اینجاست. سوال ها بعضاً تکراریه و فکر کنم دیگه داریم خستتون میکنیم و به عنوان نکته آخر اگه مسئله ای هست که دلتون میخواد با ما در میون بذارید. سوالا رو ببینم. یکی دیگه چه اشکالی در کارهای خودتون میبینید که میخوام برطرف شما اینو بگم با من سوال آخر؟ بله آقای ای آر من مشکلی که تو کار خودم میبینم که میخوام برطرفشون کنم، راستش برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه، من گفتم دوست دارم راجع به فیلمام حرف بزنم یا بعداً بگم که این فیلمو من ساختم، ولی واقعیتش اینه که خیلی زیاد توشون ایراد و اشکال میبینم. خیلی زیاد. هر بار که یه فیلمی رو که خودم ساختم بهش نگاه میکنم دائم دارم با خودم فکر میکنم کاش اینجاشو این کارو میکردم، کاش اینجاشو این کارو میکردم، اینجا میتونستم این کارو بکنم، غیره و غیره. یکی از بزرگترین گرفتاری هام توی فیلم هام اینه که نمیدونم کجاشو بگم که بعد مشکل میکنم، جاه طلبیمو کنترل میکنم. تازه این چیزایی که توی فیلم هام داری میبینین کنترل شده به نظر میسه، ولی اگر بتونم جاه طلبیمو کنترل نکنم معناش برام اینه که بتونم چیزی رو که میخوام 100% توی فیلم اجرا بکنم که احتیاج به پول زیاد، احتیاج به وقت زیاد، احتیاج به وقت بیشتر، پول بیشتر و احتیاج به نمیدونم
تمرین بیشتر و غیره و غیره داره برای کاری که نه قراره پولش رو برگردونه، نه قراره آدمایی که توش هستن رو معروف کنه، نه قراره نمیدونم فکر میکنم که خب این کار سخته یه چنین کاری رو انجام دادن، ولی من کاش بتونم جاه طلبیمو کنترل نکنم، شرایطی داشته باشم برای انجام این کار. خیلی ممنونم آقای مکری، امیدوارم که نشست داری شما هم لذت بخش بوده باشه صحبت کردن دوباره راجع به این مسائل. ممنونم از همه کسایی که این لایو رو الان دیدن یا بعدا میبینن. متشکرم، شبتون بخیر.